با سلام خدمت شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید. امروز دوشنبه 13 ماه ژانویه 2014 و برابر با 23 دی ماه 1392. این برنامه اسمش هست سربی با مردم و از شهر آمریکا واشنگتن دی سی خدمت شما تقدیم میشه. امیدواریم مورد پسند قرار بگیره. ساعت 2:04 بعد از ظهر هست و هر جایی که هستید خودتون نگاه کنید ببینید چند دقیقه از ما جلوتر هستید، با تجربه تر، مسنتر، و چند دقیقه و چند ساعت از ما عقبتر هستید، کم تجربه تر و جوانتر. سعی کنید که یاد بگیریم. یکی از دوستان امروز با هم داشتیم روی فیسبوک کار میکردیم، گفت که خسته شدم دیگه یاد نمیگیرم و اینها. گفتم هیچ وقت نگو من هیچ وقت یاد نمیگیرم. هر روز روز یادگیریه. روزی که بگیم دیگه یاد نمیگیرم یعنی قبل از اینکه بمیریم خودمون حقیقتا مغزمون رو کشتیم. راجع به خودکشی و اینها و کشته شدن، اجازه بدید من چون 17 دی ماه سال روز مرگ تختی یا نمیدونم والا چی کشته شدن تختی هست و صحبت های زیادی شده، در اون مورد یه مقدار صحبت کنیم. 17 دی روز زن بود، آقای دکتر صمدانی صحبت کردن، دوستان دیگه صحبت کردن، در اون موارد صحبت کنیم. و امروز برنامه خیلی جنبه های مختلف داره، ولی من فکر کردم از کجا شروع کنیم. گفتم بر اساس این کمیسیون ها و نشست ها و میتینگ هایی که هست، همیشه میان بحث های قبلی رو یا میتینگ قبلی رو به اصطلاح باز میکنن، میگن که چه تصمیماتی گرفتیم، چی شد، چه کارهای انجام نشد، و به اون جدید میرسن. بعضی وقتا ما میگیم بابا گذشته رو ولش کن، امروز ببینیم چه کار کنیم، بعد برنامه امروز رو هم حقیقتا درست انجام نمیدیم. من خیلی خوشحالم، اجازه بدید از آقای امیر از ونکوور تشکر کنم که آمریکایی ها میدونی یه چیزی دارن میگن You made my day، یعنی روز من و شما ساختی. حالا دلیلش چیه؟ من خودم اشتباهی کرده بودم، باز همون اول برنامه توضیح میدم، و فکر کردم که چقدر خوب میشد که ما اگر اشتباهی میکنیم بیایم خیلی شهامتدار و با شجاعت جلو دوربین بگیم آقا این اشتباه رو کردم، خانم این اشتباه رو کردم، عذر میخوام و امیدوارم که بتونم یادم باشه دیگه تکرار نکنم این اشتباه. من روز جمعه اگر اشتباه نکنم وقتی که داشتیم راجع به آقای رضا شاه صحبت میکردیم و این ماجراها، خانم نیر روی فیسبوک برای من نوشته بودن که در زمان نوشته بودن که قبل از رضا شاه هم به خارج میرفتن ولی با خرجشون. وقتی که تون مینویسن ایشون، اون فاصله قبل از برداشته شده بود قبلا، به خودشون هم نشون دادم، عکسش رو فرستادم، حالا توی قسمت دوم عکس ها به شما هم نشون میدم. یه چیز دیگه که من باید اینجا خیلی حواسم باشه، باید خودم رو کنترل کنم و فوری نوشته ها رو نخونم، دوبار بخونم قبل از اینکه اعلامش کنم از زبونم بیرون بیاد تو اینها. در هر صورت از نیر خانم باید عذرخواهی کنم به خاطر این اشتباه. منظور ایشون این بوده که قبل از رضا شاه بله میرفتن دانشجویان به خارج ولی با خرج خودشون. دوره رضا شاه اونها رو با خرج دولت، دوستان، نه با پول آقای رضا شاه، با خرج دولت، با خرج ملت من و شما، کشور ایران، فرستادن به عنوان بورس های تحصیلی که یکی از اونها آقای بازرگان بوده، یکی از اونها آقای مسعود سهیلی بوده و الی آخر. در هر صورت این توضیح رو لازم دیدم بدم. ضمن این که همینم باز اشتباه هست، من فکر میکنم قبل از رضا شاه هم دانشجویان رو با بورس تحصیلی یا با حقوق دولتی میفرستادن خارج. لطف کنید یکی از دوستان اگر میدونید بگید اولین گروه یا اولین کسی که به عنوان دانشجوی ایرانی با بورس دولتی ایران رفته کی بوده و در چه تاریخی. این یک ماجرای این رضا شاه و اینها. متاسفانه ما وقتی یک کسی رو دوست داریم حاضریم به خاطرش دروغ بگیم و این خیلی کار زشتیه. من نمیدونم، شاید خود منم همین کار رو انجام میدم. خوشبختانه اینه که من کسی رو دوست ندارم،
مصدق اللهی باشم، شاه اللهی باشم، حزب اللهی باشم که به خاطر اونها بیام دروغ بگم. من حتی روی اینترنت دوستانی نوشته بودن اگر حاضر هستید جانتون رو برای ایران بدید این عکس رو بذارید روی اینترنت. من گفتم من نه حاضر هستم جانم رو برای هیچ خاک و کشور و نه هیچ هدفی بدم. من حاضرم عمرم رو، جونم رو صرف کنم تا آموزش بدم به دیگران قدم به قدم. و یکی از دوستان نوشته بود آقا اینایی که اینجوری میگن همشون نشستن تو آمریکا و تو اروپا حقوقای سوشال میگیرن، هی میگن جانم فدای ایران. اگه میخوای جانت فدای ایران کنی واقعا بلند شو برو ایران یه کاری بکن، اون موقع جانا خطر کن، جانا خطر کن رو میتونی درست کرده باشی. امیدوارم خانم نایر این عذر من رو بپذیره و یه دلیلش هم خود شما هم هستید، چون شما هم با عجله نوشتید قبل از رضا شاه شده بود، قبلا رضا شاه رفته خارج که من همچین چیزی رو نمیدونستم و مطمئن بودم درست نیست. گفتم که نه هیچ وقت اینجوری نبوده که رضا شاه قبلا رفته باشه خارج. رضا شاه تنها مسافرت خارج که کرد همون سفر به ترکیه بوده، فیلمش هم هست، با آقای آتاتورک هم با ترکی صحبت میکنه و بعدش هم وقتی برمیگرده ایران با نمیدونم نخست وزیرش کی بوده و اینها صحبت میکنه، میگه که من 2 سال هست یا 1 سال هست در این فکر هستم که چرا زنها توی ایران اینجوری باشن و اینها. متاسفانه به دلیل اینکه درست وارد نبوده یک کاری رو دوست داشته انجام بده به طور درست و کامل نتونست به انجامش برسونه. دلیلش هم همین که اگر سال نمیدونم 1320-21 ایشون این کار کرده، چرا 1357 ما هنوز چادر و چاقچول و روسری و اینها داشتیم؟ نمونش هم این که خانم فرح پهلوی با چادر در صحنه حضرت امام رضا یا مشهد بوده. این یک. دوم این که خانم خاطره نورشید که مدیر یا سردبیر جوانان امروز هست، برنامه رو شروع کردن، این هفته دوم هست و دومین ویدیوشون رو از دیروز تا حالا دیدید. وقتی که من این ویدیو رو گذاشتم خوب خودم هم نشستم داشتم گوش میدادم. ایشون توی صحبتاشون زمان محمد رضا پهلوی و رضا شاه و اینها رو صحبت میکنن، مقایسه میکنن با امروز زمان آخوندها و وقتی که صحبت میکنن یه جوری صحبت میکنن که یعنی تمام اون کارهایی که شده خوب بوده. من برای ایشون نوشتم که ظلم ظلمه، زور زوره، اجبار اجباره، مهم نیست به توسط سوربی انجام شده باشه، به توسط رضا شاه، محمد رضا شاه یا آخوندها، همش بده. ایشون نوشته بود که خب در اون زمان یه مقداری ظلم و یه مقداری زور و اجبار لازم بود. من با نظر ایشون کاملا مخالفم، نظر شما چیه؟ چون اگر اون رو ما موجه بدونیم فردا هم طرفداران آخوندها به من و شما میگن خب آخوندان باید یک کمی زور میدادن، حالا این یک کمی زور میدادن و اجبار، بعد کارمون میکشه به رجای شهر، به شیشه پپسی، به تجاوز، به اعدام و الی آخر. نکنید دوستان این کار، اینو داشته باشید. آقای بابک هروی یک برنامه رو در رادیو تگزاس داشتن و به جای هفتگی یکی از دوستان نمیدونم آقای دکتر حاتمی یا خاتمی هر کی اونجا نبوده، آقای توکلی از ایشون خواهش کرده که به اصطلاح برنامه فوق‌العاده داشته باشن. ایشون هم لطف کرد و برای من روی فیسبوک گذاشت، من هم گذاشتم روی فیسبوک، میتونید برید ببینید. توی صحبتایی که ایشون کرده من اینجوری متوجه شدم که ایشون میگه خب حالا اگه شاه پول هم داشت، خب به نظر من میاد هر کسی میتونه پول داشته باشه، ولی وقتی میگیم سوربی اگه پول هم داشت، یعنی اگه یه پولی هم کش رفته باشه، خب اشکالی نداره، یه برنامه تلویزیونی هم گذاشت. من برداشتم این بود. وقتی که با بابک این رو نوشتم ایشون گفت نه من همچین صحبتی نکردم و شما اگر میخواین در این مورد صحبت کنید اون قسمت نوار رو که من میگم در مورد این پول شاه و اینا اون رو پلی کنید یا بذارید بشنویم این رو با هم، ببینیم شما چی میشنوید. و البته من واقعا متاسفم که این رو با آقای توکلی بگم. آقای توکلی تو رو خدا این دستگاه ضبط و چیز 64 ترک تو بنداز دور، شبم بنداز دور که این آشغالی‌ها نبیننت، چون اون وقت ازت پول میگیرن.
میدونی این دستگاه آهنی و اینها وقتی میخوای بدی ببرن باید زنگ بزنی یه کاپترا که بیاد یه 50 دلاری ازت بگیر. شب که همه جا تاریکه یواش برو بندازش سر کوچه و بیا دو تا دستگاه 30 دلاری از بست وای بخر، سه چهار تا ترک، یکی برای تلفن، یکی برای صدای نمیدونم میکروفون، اینها کار درست میشه. به گول خودت نزن. اینم مثل همون تاجه که میذارن رو سرشون ولی توش خالیه، یا عمامه است که میذارن رو سرش ولی مغزه توش خالیه. در هر صورت صدا خیلی بده، ولی بشنویم با هم ببینیم بابک چی گفته. بابک هروی خبربین.com بفرمایید. اگر هم وجود داشتن بهتر بود کردم. اگر هم پولی داشتن به نظر من اشکالی نداره چون خرج مملکت هم کردم. چند پول داشتن آقای بابک هروی؟ 20 سال 16 سال آقای رضا شاه خدمت کرده، کار کرده، حقوقش چند بوده در اون موقع؟ خرجش میگیم مهمون مردم، تمام پولش رو میگیم پسنداز کرده، تمام پولش رو میگیم سرمایه گذاری کرده توی .com. اون موقع چون ایشون نابغه بوده اون موقع سرمایه گذاری کرده توی .com، طلا خریده، استاک خریده، چند برابر شد. آقای محمد رضا پهلوی میاد 37 سال خدمت میکنه، خرجش و کاخش و آب و برق و رفت و آمد مهمون مردم، سالیانه حقوق ایشون چند بوده؟ ضرب در 37 کنید بذارید توی بانکی 20% و 15% هم بهش اینترست بدید چند میشه؟ وقتی دارم با آقای بابک هروی روی فیسبوک صحبت میکنم یه دوست من میاد میگه که شما فکر نکن که شاه فقط کامیشن میگرفت، کیک بک اینجا بهش میگن، کیک بک از کامیشن خیلی بدتره. کیک بک براتون توضیح دادم که من میرم برای شما، شما من رو به عنوان مسئول خرید شرکتتون انتخاب میکنید که من برم برای کارگراتون آب بخرم، نون بخرم، ساندویچ بخرم، اینها. من میرم به این فروشگاه میگم این آب بطری چنه؟ میگه بطری $1. میگم ببین، به جایی که بگم به ما بفروش 75 سنت، میگم ببین اینو بنویس $3، $1.5 خودت وردار، یا $2 خودت وردار، $1 هم بده به من. به این میگن کیک بک. اصلا جرم قانونیه. شاه و آقای طوفانیان این کارو میکردن. اون دوستمون اومد گفت آقا این نبوده، آقای طوفانیان بوکی بوده. بوکی شما میدونید کیا هستن؟ بوکی کسایی که کارهای خلاف میکنن و مثلا توی ویرجینیا قمار غیر قانونیه، شرط بندی غیر قانونیه، یه آدمایی که براشون فرق نمیکنه زندان برن نرن، آدمای شرخری هستن، اینا میان میشن بوکی. میاد به شما میگه میخوای روی این اسبه مثلا شرط بندی کنی؟ میگی بله. میگی $100 بده. چند؟ $100 به اینقدر فلان. نه، یه دفترم دارن مینویسن. بعد گاهی وقتی اینها از اون جلوتر میرن و دیگه به شما اطمینان میکنه چون به قدرت خودش و به اون زور خودش باور داره، میگه هر وقت مثلا این به من پول نداد میام با چوب میزنم پاشو میشکنم، میرم در خونهش مثلا یه دفعه درو میشکنم میرم اصلاً میذارم تو سر زن و بچهش، میگم اگه پوله رو الان ندی شوتتون میکنم. به اینا میگن بوکی. الان اون بوکیه، بوکیپر نیست که حساب کتاب نگه میداره، اون شغل شریفی. این دوستمون میگه آقای طوفانیان بوکی شاه بوده، یعنی انقدر اینا کارهای غیر قانونی میکردن ایشون بوکی بوده. ما هرچی میخوایم این شاه و رضا شاه رو بذاریم کنار، متاسفانه نه هنوز این آقا رضا کوچولو اینجا هست، شاه کوچولو، هنوز این دوستان طرفدار پادشاهی که چه عرض کنم پهلوی پرست کشش میدن. آمدم نوشتم آقا خانم من به این نتیجه رسیدم دوستان پهلوی پرست درست میگن، ما در زمان رضا شاه بجز رضا شاه آدم نابغه نداشتیم، همه احمق و کودن بودن. در زمان محمد رضا شاه فقط یک محمد رضا شاه داشتیم که آدم بود، همه گاو و الاغ و خر بودیم. و الانم فقط ولایت فقیه هست که میفهمه ما همه خر و گاو و الاغیم. اولین کسی که اعتراض کرد نیه خانم بود، میگه آقای سربی ما کی گفتیم که اینجور؟ میگم خانم مگه شما پهلوی پرسته؟ ما خودمون 10 بار صحبت کردیم گفتیم پهلوی پرست، نمیدونم شاه پرست، اینا بده، پرستیدن بود پرستی بده. شما میتونید طرفدار باشید، پیرو باشید. در صورت حالا ایشون رضایت داد و گفتوندن که چرا از قول ما صحبت کردیم؟ من غلط کنم
من از قول کسی صحبت نمی کنم، من از تازه از قول خودم صحبت می کنم. شماها اینقدر ما را اذیت می کنید دوستان نازنین، و داشتن دوستانی مثل شما این حسن رو داره که احتیاج به دشمن نداره. در هر صورت برگردیم اشتباهاتمون رو بگیم، عذرخواهی کنیم و الی آخر. یه بار دیگه من پیام این دوستمون یا گفتگویی که کرده میذارم. ببخشید صدا بده، آقای توکلی باید از شماها عذرخواهی کنه که برای اینکه برنامه بگذره با هر کیفیتی با هر کوالیتی ایشون این کار رو انجام میده و به نظر من اصلا درست نیست. آقای بابک عروی یه بار دیگه بفرمایید ببینیم چیه. اگر کسی پول داشته باشه، مثلا من اگه برم بانک بزنم ولی بانک پولشو بیارم بدم به آدمایی که کنار خیابون گرسنه هستن، کار من درسته؟ بابا رابین هود به اون رابین هود کارش غیر قانونی عقشو گرفتن. بفرمایید. اگر هم پولی داشتن به نظر من کم سنشگاه من رو بکن خرج من بکرم کردن نمیدونم. اصلا آیا شاه باید مسئول پول خرج کردن باشه؟ ما وزارت دارایی، وزارت بودجه و نمیدونم اینها همه، خب دیگه وقتی میگیم اونها خر و الاغ بودن، همون یه نفر بوده همه کارم کرده، حقم داشته پول داشته باشه و خوش بر حلالشون. ممنونم آقای بابک هروی. و اما خانم خاطره نورشید رو گفتم که ایشون جملش این بود، زور و اجبار بالاخره یه مقداری لازم بود. گفتم خب اینا هم میگن زور و اجبار لازمه، چون شما نمیفهمید ما میخوایم ببریمتون بهشت، فردا طرفدارای آخوندم حتما ازمون طلبکار میشن. و اما اون روز من پیامهاری که پخش کردم، این دوست نازنینمون امیر از ونکوور عصبانی شد. من وقتی این رو گفتم حالا امیرم مثل دوستان دیگه میگن ای آقا ما دوستمون دوست هم بودیم، چرا از من ایراد گرفتی؟ قهر میکنه و دیگه با من صحبت نمیکنه. ولی امیر مرسی، آفرین. چرا؟ امیر اومده خودش رو برده زیر سوال، گفته آقا این سوربی درست میگه یا درست نمیگه، چرا من سوزی بدم؟ امیر بفرمایید از ونکوور. سلام آقای سوربی، امیرم از ونکوور، امیدوارم که خوب خوش بشید. و هر شبت که من در جور برنامه در جمعه معذرت میخوام، نباید عصبانی میشدم در حال تو برنامه شما ببخشید. و اما ما همه عصبانی هستیم، سلطنت طلب عصبانی، من عصبانی، شما عصبانی، 5 میلیون آواره تو سراسر دنیا و این همه مشکلات، این همه اعدام، این همه نابرابری، دزدی، فساد تو مملکت رو گرفته. به هر حال همه حق دارم یه جورای عصبانی باشن، هیچ کاریش هم نمیشه کرد، دست خودش آدم نیست. وقتی یادم از کوره در میره در مقابله حرفای نامربوط، حرفای نادرست، صد در طلب عصبانیه، من به اونم حق میدم به هر حال. اما من عصبانیم، حالا دلیلشو مختصرا عرض میکنم، من عصبانیم به خاطر اینکه میبینم 5 میلیون آواره من مملکتم از دست دادم. وقتی تو این خیابون راه میرم این کانادا میبینم ماشینای کره‌ای به این قشنگی به این شیکی میاد تو این کشور فروش میره، مردم میخرن، چقدر هم قشنگه. من برمیگردم به سال 1346 که اولین پیکان تولید شد، کشور کره همین ماشین ها همون با ما شروع کرد. حالا شما ببینید اونا به کجا رسیدن، ما به کجا رسیدیم. بزرگترین کروز و یعنی کشتی های مسافری 4000 و 3000 نفر مسافر اینا دارن میسازن. آیا ما نمیتونستیم تو اون خلیج فارس حالا از دستی رو دیگه کارخونه اینجوری اونجا بسازن که هموطنه بومی اون منطقه نرن کشورهای خلیج فارس و کارهای پیش پا افتاده بکنن و اینها اونجا مشغول بشن و ما بتونیم دلار وارد کشورمون کنیم، بیدن که نفت بفروشیم، گردون بخریم، نفت بفروشیم، برنج بخریم، کشتی بفروختیم. عصبانی هم به خاطر همین، یه وقت خودم به خودم حرف میزنم میگم I don't know، هی فکر میکنم میگم I don't know. دوست من تو کانادایی تو آسانسور بگم میگه تو چی داری میگه I don't know، what is that you don't know، I said I don't know، I don't know راه حل این مشکل چیه، چجوری میشه این مملکت یه جور نجات داد. به هر حال من به جای رد نمیده، به هر حال میبخشید، به هر حال عصبانی شدم اون روز. امیدوارم خوب و خوش باشید، موفق باشید، خداحافظ. مرسی عزیزم. آقای امیر از ونکوور ممنونم. بله ما همه عصبانی هستیم، اولین کاری که انجام میدیم باید عصبانی نشیم.
شما ببین وقتی یه ماشین تصادف میکنه، حتی اون کسی که مقصر بوده عصبانیه، بعد نگاه میکنی میبینی از خودش عصبانیه، ولی اون موقع نمیتونه عصبانیتش رو کنترل کنه، با طرفی هم که بیچاره هیچ تقصیری نداشته دعوا میکنه، ولی بعد که میره خونه خون سرد میشه میبینه با خودش اشتباه کرد، خودش میدونست ترمز ماشینش بده، خودش میدونست لاستیکش خوب نیست، ولی رفت تا ترکید تصادف کرد، یا ترمز زد نگرفت رفت زد یه جایی، یا خوابش میومد استراحت نکرد رفت چیز کرد، ولی همون موقعی که تصادف میشه توی اون چهار راهه، این نمیاد بالا نمیاد بیرون از ماشین با شجاعت با منطق بگه که آم ساری متاسفم تقصیر من بود. تازه این روزا که بیمه هم یاد میدن میگن حرف نزن، وایسا پلیس هم که اومد به پلیس هم صحبت نکن تا ما بیایم صحبت کنیم. در هر صورت این از این ماجرا. و اما من یک صفحه جدید فیسبوک رو با کمک یکی از دوستان امروز راه انداختیم، یعنی ایشون گفت که یه صفحه بوده به نام دیدار یاران و گویا این صفحه هک شده، الان شما دارید میبینید. بعد ایشون گفتن که اگر امکان داره کمک کنید تا ما اینو راه بندازیم. گفتم باشه، این چی بوده و اینها. گفت دوستانی مثل آقای مهبودی و دیگران میومدن اینجا صحبت میکردن ولی از بین رفته و اینها. خلاصه ما اینو راه انداختیم و به زودی هم خود اونها سکان میگیرن در دستشون و ما میایم کنار و من هیچ دخل و تصرفی در این صفحه ندارم. و خیلی جالبه وقتی که من اینجا این رو باز کردم، خب چند تا از دوستان همین اسم رو که زده بودن آمده بودن و اولین سوالشون این بود که شما کی هستی که مسئول این سایت هستی، آیا همدیگر رو میشناسیم یا نه. همین الان هم یه بانوی سوال کرده که ما آیا همدیگر رو میشناسیم یا نه. برای ایشون نوشتم نه، من هیچ کس از هیچ کدام از شماها رو نمیشناسم و یکی از دوستان از من خواست کمک کنم این رو باز کنم. من این کار رو کردم و براش این رو گفتم، اجازه بدین این عکسی که اینجا هست بهتون نشون بدم که فلسفه این وبسایت، این دیدار یاران اینه: یاران، شما در این صفحه آزاد هستید که نظرات خود را با احترام به دیگران بنویسید و بیان کنید. اگر منطق داشته باشیم به توهین، تهمت و تهدید احتیاج نیست. افرادی که توهین میکنن به دیگران، افرادی که توهین کنن به دیگران، تهمت بزنن یا تهدید کنن، اخراج خواهند شد. حالا این دوستان، خب برای که اینجا یه جای عمومی خواهد بود و هر کسی میتونه بیاد بنویسه، یک قوانینی میذارن. آمریکایی‌ها میگن قانون بازی چیه، شما اون قانون رو به من بگو تا من با اون قانون بازی کنم. و همه این چیزها حقیقتا یه بازیه. ایشون اینجا رو درست میکنه، شما میای مینویسی، اون یکی دیگه نظر میده. ولی اگه یه کسی خواست تو این بازی که قرار فوتبال باشه و فقط گلی یا گلر میتونه با دست بگیره با دست بزنه، فوری داور سوت میزنه، یه بار بهش میگه هم به اصطلاح فول کردی، دو بار سه بار کارت قرمز میده و میندازه بیرون. در هر صورت این دیدار یاران رو برید حتما ببینید اگه روی فیسبوک هستید و براشون ریکوست بفرستید. چندین نفر اونجا ادمین خواهند شد و من یکی دو تا پست گذاشتم تا دیگران بیان شروع کنند بفهمند راجع به چی هست و من کاری به این صفحه ندارم، مسئولش دوستانی هستن که از هر دینی آزاد هستن بیان صحبت کنن تا اونجایی که به دیگران به زور نمیگن این دین بهترینه و باید شما اینجوری باشی و الا شما میری جهنم. میگه اینه اینه، بیا به ما برو بخون، اگه دوست داشتی قبول کن رعایت کن و نه توهینی نه تهمتی نه چیزی. باز هم از شما ممنونم. این از این ماجرا و برگردم من به فیسبوک خودم که هست مردم تیوی و سوربی هم اگه بزنید میاد و پنج تا از این چیزا. بله، ایشون هم باز سوال کرده: با عرض ادب و تحیت سپاس از اد کردن بنده، آیا همدیگر را میشناسیم؟ با احترام و امتنان. این کار فیسبوک واقعا دیگه دیوونه کننده شده، میاد مینویسه اد فرند. خب ما هم یادمون میره که دیگه اون ریکوست کرده یا این مال فیسبوکه، میگیم اوکی. بعد اون بنده خدا براش یه ریکوست میاد، میگه که فلانی گفته شما
دوست من هستی، منو میشناسی یا نمیشناسی. در صورتی که وقتی که فیسبوک اجازه میده به یک کسی بیاد فان پیج درست کنه، بیاد برای بیزینسش وبسایت درست کنه، برای چرچش، برای کلیساش درست کنه، قرار نیست دیگه کسی رو بشناسه، قرار نیست دوستش باشه تا براش نامه بنویسه. میتونه نامه درخواست آمدن در این مراسم عمومی بفرسته، ولی فیسبوک تازه شروع شده، با وجودی که الان بیشترین عضو رو داره و اینها، ولی هنوز خیلی مشکلات زیادی داره که من فکر میکنم این رو هی درستش میکنن و توی همین فرصت هم بعضی ها اصلا خسته میشن و میرن کنار. اجازه بدین من این صفحه رو ببندم و برم روی صفحه فیسبوک خودم که اگر شماها اونجا چیزی میذارید ما اونجا بتونیم ببینیم. اگر شماها در دیدار یاران قبلا ادمین بودید یا به اصطلاح نمیدونم به غیر از ادمین کی دیگه میتونه بنویسه، پست بذاره، چیز، میتونید تماس بگیرید. من با اون دوستانی که ادمین هستن و مسئول هستن در تماسم، براشون میفرستم، اونها شما را اد میکنن. این ادمین یعنی مسئول، کلیددار، امانتدار. اون وقت شما وقتی آمدید اونجا میتونید خودتون بنویسید، میتونید چیز کنید و الی آخر. بابک عزیزم برای ما یک استیکر عاشقانه فرستاده، نمیدونم حالا بعد از این صحبتی که من کردم یا قبلش. جناب سوربی، اسم این خانم یاسمین فهیمی، قرار که بشود جنرال سکرتر SPD که رئیس این حزب پیشنهاد داده و آخر ژانویه رأی میگیرن. امیدوارم که انتخاب شود و برادرش هم در ایران زندگی میکنند. البته قبلا ایشان رئیس اتحادیه ساختن حالا هر نوع پل، خانه و هر چیز دیگر. به امید برنامه خوب شما امشب. مرسی نیه خانم، ازشون سوال کردم این خانمی که میگن توی انتخابات آلمان داره شرکت میکنه، چون ایرانی ها بعضی وقتا چند تا قدم هم جلوتر میرن، این خانم انتخاب کردن، اصلا صدر اعظم آلمان هم شد، خیلی کارمون خرابه. راجع به این انتخابات و صدر اعظم و اینها میدونید که این آقای رئیس جمهور فرانسه مست که تازگی یه مشکلی پیدا کرده، براش پیدا شده و خانمش هم روانه بیمارستان شده از دست این مردات. چه خونی به دل خانمهاشون میکنن، واقعا هیچ موجود دیگهی به غیر از این خانمها نمیتونن ما موجودات دوپا به نام مردها رو تحمل کنن. صحبت از خانمها شد، بریم سراغ این بانویی که همیشه لطف میکنه و پیامهای خوب و قشنگ میذاره. اگرم من سوالی دارم توضیح میده. من اون روز دنبال این میگشتم که خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جان سوزند، اما این کجا و آن کجا. ایشون خیلی قشنگتر و به صورت طنز این گفته رو گفتن. بفرمایید، با شما هستید. سلام آقای سوربی، خواستم در ارتباط با روز بحثای روز جمعه خدمتتون بگم که مردم دریا کنار و مردم دروازه غار هر دو عریانند، اما این کجا و آن کجا. مرسی، خیلی ممنون، خدا حافظ. دریا کنار و دروازه غار هر دو عریانند، اما این کجا و آن کجا. ممنونم از شما. و گاهی وقتا این تنوع اینها لازمه. خب یه دوستی به نام آقای مصلحی پیغام گذاشته، سه تا پیغام، و من واقعا متاسفم که هنوز ما نرسیدیم به جایی که قشنگ بگیم من کی هستم، چی هستم. ما یه آقای دو تا مصلحی داشتیم، یکی خدا رحمتش کنه آقای مهندس محمد تقی مصلحی که مهندس کشاورزی بود، من ارادت داشتم به ایشون سالهای سال، دو سه سال پیش فوت شدن، و یکی دیگه هم محمد تقی مصلحی درست مشابه اسمی که در وایس آف امریکا کار میکرد و چندین برنامه هم در تلویزیون مردم داشت، ولی نمیدونم که این آقایی که پیغام گذاشتن همون آقای مصلحی خودمون هستن یا مصلحی جدیدی هستن، چون شماره تلفنشون هم انانیمیس بود، من هم نمیدونستم چه باید کرد. ولی ایشون دو سه تا پیام گذاشتن در رابطه با مصاحبه‌ای که من روز جمعه انجام دادم با خانم بهیه جیلانی، و من خیلی متاسفم که شما متوجه نشدید. هر حرفی من میزنم، هر حرفی خانم جیلانی میزنه حالت عمومی داره،
ضمن اینکه به خاطر این پرونده مشخص باعث شده ما صحبت کنیم، ولی حالت عمومی داره و ایشون لزوما نباید بیاد بره با پلیس میشیگان، با پدر مادر نیما، چی اسم اون آقا، نیما نصیری یا خانم ساناز نظامی صحبت کنه. ایشون روانشناس، اجازه داره که عمومی صحبت کنه. من حتی قبلا هم به ایشون گفتم از همین پرونده هایی که میان پهلوتون بدون اینکه اسم ببرید، شما میتونی بیاید بگی یه خانمی اینجوری، مشکلش بعد پسرش این کارو میکنه، شوهرش این کارو کرده، یا خانم این اشتباه رو کرده، تا دیگران پند بگیرن. ولی آقای مصلحی بریم پیام شما رو بشنویم، بیاین من صحبت کنم. بفرمایید آقای سربی عزیز. این رو نمیدونم کی گذاشت روی فیسبوک، من کنجکاو شدم. عنوانی که داشت گذاشته بودن نمیدونم به جای مورد نشود مرد رفتم. ببین آقای مصلحی، شما باز مثل اون دوست عزیزمون، شما بیسیک فیسبوک بلد نیستی. شما میگی من نمیدونم اینو کی گذاشت فیسبوک، هر کسی هر چی میذاره مینویسه این رو مثلا سربی گذاشت، این رو بابک هروی از سربی شیر کرد. بیسیک ها رو یاد بگیریم. ما مشکلمون اینه که از بس فکر میکنیم میدونیم، چیزای ساده و کوچولو رو هم نمیدونیم. بعد این که مثلا مورد رو طرف با انگلیسی زده فارسی، مورد رو که زده بلد نبوده که واب رو و بنویسه، نوشته او، بعدن اونجا رفته، بعدم تند گذاشته چه رفته، همه عجله. عذر میخوام این حرفو میزنم، مثل این که آب زیاد خوردن الان باید برن دستشویی، باید بزنن و برن. این اشکالا پیش میاد، شما اینا رو ولش کن، به بحث اصلی برو. خب این رو یکی گذاشته، شما هم نمیدونید چیه، به جای موردم نوشته یه جوری که الان شده مثل مرد یا شده مثل مرد. خب بفرمایید چی گفته. مقدارش گوش کردم، دیدم بروی خیلی غیر حرفی انجام. خب ببینید، اینقدر شما 21 ثانیه صحبت کردید، در صورت که شما میتونستید اینو بگید آقا من دارم ویدیوی روز جمعه شما رو با خانم جیلانی نگاه میکنم و این خیلی غیر پروفشناله. غیر پروفشنال یعنی غیر حرفه‌ایه. اوکی، نظر شما رو قبول میکنیم، ولی باید مردم شما رو بشناسن، ببینن آیا نظر شما به عنوان یک پروفشنال خود شما رو قبول دارن. مثلا اگه بگید من آقای محمد تقی مصلحی هستم، کارمند اسبق وایس آف امریکا، ملت میگن بله ایشون در رادیو تلویزیون بوده، ایشون میتونه تشخیص بده چه مصاحبه‌ای، چه مناظره‌ای، چه صحبتی حرفه‌ای انجام شده، چه چیزی حرفه‌ای انجام نشده. بفرمایید. خیلی غیر حرفه‌ای انجام شده. ببین یه بار که میگی بسه. بفرمایید. جیلانی هم گفتم شما که میبرسیم برازی این کار رو کردیم، باید مشخص انجام میدادی با خانواده نظامی، با نصیری، با پلیس، با کلانتر مسئول پرونده صحبت میکردی، در میشیگان جمع میکردی اینا رو. اینها همه نظر شماست، نظر ایشون با شما فرق میکنه. شما تو همین پیاما گفتید شمایی که هیچ کاری نداشتید، یعنی خودتون آقای مصلحی رفتید این کارا رو کردید. خب رفتید این کارا رو کردید برای چی؟ شما که نیومدید به کسی بگید. آیا شما زنگ زدید بگید سربی من رفتم درباره این پرونده تحقیق کردم، میخواستم 10 دقیقه وقت مجانی، چون هیچ کدوم از شما که حاضر نیستید پول بدید، 10 دقیقه وقت مجانی بده من این موضوع رو که یه مشکل جامعه ایرانیه میخوام صحبت کنم. این کاری که نکردید، که خودتون که کار نمی کنید هیچ، کسی هم مثل خانم جیلانی میاد کار میکنه زنگ میزنید بهش نق میزنید. شما باید اینو میکردی، باید اونو میگفتی، اینجوری تحقیق میکردی اونجور. بعدم طرف میگه آقا ولمون کن، ایرانی ها فقط نق میزنن، اون رو هم دل سرد میکنی میفرسی خونش. شما 3 بار پیام گذاشتی برای یه برنامه. بذارید من بهتون بگم، من باز دیشب با یکی از دوستان تا 11:30 صحبت میکردم درباره یه تلویزیون میخوان راه بندازن و اینها، و بعد دیگه نتونستم پیام ها رو 3-4 تاش چک کردم رفتم. امروز صبح باز کار داشتم نبودم، باز ببینیم چند تا پیام از دیروز از دیشب تا حالا داریم. 957-61-50. You have 54 new messages. دوست عزیز
همه‌شون هم مثل شما فکر میکنن خودشون پروفشنالن، حرفه‌ای هستن، دیگران غیر حرفه‌ای. امروز یه دوستی من گفت آقا این آقای رادخو آمده گفته من نمیدونم رهبر ایل فلانم، اینا اصلا اسمش هم اشتباهه، بی خود میگه. گفتم میگن لاف در غربت، شما نیستی، اون میاد میگه، شما میدونی بلدی، بیا بگو، اینو زیر سوال ببر. براش تعریف کردم، گفتم من دعوت میشم، دعوت نه، من استخدام میشم، اینجا میگن کامیشن، به من پول میدن که برم از یه کنسرتی فیلم بگیرم. ما وقتی زود میریم و اینها بازیگوشی میکنیم، طرف داره با میکروفون و اینها صدا میکنه، ساوند و اینها رو تست میکنه، ما میریم این میکروفون رو برمیداریم، شروع میکنیم هندی حرف میزنیم، شروع میشیم آهنگ هندی میخونیم، صدای خودش آدم خوش دوست داره بشنوه. یا طرف دیگه میبینه ما هم بله کرم داریم، میگه اوکی بگو، ما میگیم چک چک، کش، کردیت کارت کردیت کارت، بعد میگه صدا اینجا صدا اونجا. ولی خواننده اصلی که بیاد تو میدون، من دیگه جرئت نمیکنم برم میکروفون بگیرم. مشکل ما اینه که خواننده ها دیر میان یا نمیان، افرادی مثل سربی میرن میکروفون رو میگیرن. بشنویم باز این آقای مصلحی رو، موضوع رو عوض نکنیم، بفرمایید. اطلاعات به دست میاری بعد همش بر اساس حسیات، همش بر اساس، نه عزیزم شما اشتباه میکنی، ایشون بر اساس حدسیات حرف نزد، ایشون بر اساس رشته تخصصی که رفته درس خونده و تجربه پیدا کرده حرف میزنه. چرا شما حرف علکی میزنید؟ چرا شما حرف علکی میزنید؟ خودت هم تنها رفتی قاضی، خوشحالم گوشی رو گذاشتی که چه کردم، از اون ور با خانم جیلانی صحبت کردم، از اون ورم با تلویزیون مردم گفتم که کارتون غیر حرفه‌ای بوده. آقا گر تو بهتر میزنی بفرما، بستان بزن، بشین اینجا، من میرم اون پشت شما مصاحبه انجام بده. ببینم مثل اون دوست ما نیستی که توی نیروی هوایی کار میکرد، از همه برنامه های FPA ایراد میگرفت. یه روز قرار شد گفتیم آقا شما اصلا شما خدایی، شما نابغه ای، بیا بشین ببینیم. گفت خب چیکار کنم؟ گفتم خب میخوای چیکار کنی؟ همین برنامه‌ای که میخوای به مردم بگو. گفت خب چی بگم؟ گفتم بگو من فلانی هستم، میخوام این برنامه رو از هفته آینده داشته باشم. طرف اسمش رو نمیتونست بگه، نمیتونست بگه من سوربی هستم، مونده بود زرد قرمز، هی پای بار خام. آخر کار گفتم آقا من وای نمیستم اینجا، شما میخوام وایسید وایسی، ول کردم رفت. شما هم دوست عزیز بیا بیرون از جایی که هستی، از جایی که تو تاریکی نشستی، همه تو روشنایی آمدن بیرون دارن میبینن، شما بیا بیرون مردم شما رو ببینن، اون وقت میبینی اسمتو که میگی، یک کلمه حرف که میزنی 20 تا آدم بیکار مثل خودت زنگ میزنه ازت ایراد میگیره. بفرمایید. حدسیات صحبت شد، واقعیات اصلا گفته نشد، بلکه نمیدونه. شما واقعیاتو میدونید، شما گناهکارید، شما مقصرید که نیومدید بگید. بفرمایید. مشقشو انجام نداده. خب خیلی چند بار میخواین بگی مشقشو انجام بده، مشقشو. آقا تکرار مکررات کشت منو. این همه چی میگه اون شعره، میگفت دلو 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 من کشت منو، ما همش تکرار میکنم. بس شما، مرسی، خیلی ممنون، هر وقت دوست داشتی بیا مهمون من. و اما بریم سراغ این دوستمون، یا فرید یا سعید، من فکر کنم این فرید دوستمون، آقای فرید یوسفی هست، خواننده از جرمنی، درست میگم؟ اگه اینجوره فرید عزیز شما بگو من فرید یوسفی هستم، خواننده از آلمان. مثلا یکی میگه آقا من نادرم، میگم کدوم نادر؟ من میگه ای آقا مگه شما چند تا نادر داری؟ میگم بابا من 1000 تا نادر دارم، اسمشون همه ماشاءالله مثل شما نادر کمیابن. خب فامیلتو بگو، یه چیزی بگو تا من بشناسم، اسم و فامیل برای این گذاشتن. مثلا میگیم آقای مصلحی، بعد میگه کدوم مصلحی؟ میگه محمد تقی. میگیم ما دو تا محمد تقی داریم، میگه اونی که تو وایس اف امریکاست. راحت باشیم با هم دیگه. مرسی. بفرمایید آقای فرید یا سعید، فکر کنم فریده، شما چی میشنوید؟ جناب سروزی، من فرید هستم از آلمان، زنگ زدم حالتون رو بپرسم. بعدم واقعا میخواستم بهتون تبریک بگم برای این برنامه های افشاگری که گذاشتید، خیلی خیلی جالبه. در جهت میخواستم باتون کمی گپ میزدم اما متاسفانه مثل که نیستید، نمیدونم حالا شاید یه ساعت دیگه باز زنگ بزنم. خدا نگهدار. خب فرید عزیز، شما هر جایی که هستید در محیط کارتون 24 ساعت اونجا هستید؟ نیستید که. یه وقتایی میری بیرون، دوستات پیام میذارن، وقتی پیام میذارن اون چیزی رو که میخوای بگی بگو. لطف کردی، تعریف کردی از این برنامه هایی که
دوستان میان ماجراهای خودشونو میگن، افشا میکنن، اینها از لطف شما ممنونم، ولی بعد میخوام با خودت صحبت کنم. خب اگر یه کاری هست، چیزی هست که من باید انجام بدم، نوار جدیدی داری، آلبوم جدیدی داری، بفرست بیاد و ما برات پخش میکنیم و در مورد صحبت میکنیم. آقای احسان خواجه نوری میان از ایران به آمریکا، 7 برنامه در آمریکا میذارن، هفتمینش لاکی، هفتمینش در واشنگتن هست، در هاوارد یونیورسیتی کمپتون آدیتوریوم، روز 8 فوریه. بنده هم اگر قضای از آسمون نیاد اونجا خواهم بود. حتما حتما سعی کنید بلیتاشو هرچه زودتر تهیه کنید و برید ببینید این رو. آگهی هاشم از امروز پخش میشه، از دیروز هم روی مردم tv.com بوده و هست و تا روز برنامه خواهد بود. فرید از شما ممنونم. و اما بریم سراغ یه دوست شیرازی داریم که لطف کرد اون روز پیغام گذاشت، حالا هم باز پیغام گذاشته، من بازم تشکر میکنم. بفرمایید. آقای شهسوردی، مثل این که شما حرف برادر بزرگ گوش نمیکنید. اگه برادرهای کوچیک حرف برادرهای بزرگ گوش میکردن که بهشون نمیگفتن برادرهای تخس. این برادر کوچیک همیشه تخسن، اذیت میکنن. برادر بزرگ هست که باید صبورانه تحمل کنه، انقدر بگه تا گوساله گاو گردن. دوست عزیز من، یادتونه من به شما گفتم این درود و سلام یه خطری داره؟ خطرش رو امروز متوجه شده. شما این پیام رو که گذاشتید الان نمیدونی به سربی باید بگی سلام خودیه یا ناخودیه. خودت متوجه بشو دیگه. نگاه کن الان من دیدم شما هر وقت صحبت میکردی با سلام یا با درود یا بالاخره با گریدینگ شروع میکردی، ولی ببین ضررش رو داریم الان میبینیم. الان من نمیدونم تو خیابون با آقای امید امیدوار میگم درود بر شما، حالا که داداشم رو دیدم باید بگم سلام کاکو جونی، یا بگم درود بر شما، اون وقت هیچی نمیگم، میمونم توش. نگاه کن شما اینجا موندی توش. بفرمایید. آقای شهسوردی، مثل این که شما حرف برادر بزرگ گوش نمیکنید. عزیز من، وقتی کوتتو در میاری یعنی این علامت خطره. من قبول دارم، میگن اینایی که عصبانی میشن گرمشون میشه، اونایی که استرس دارن گرمشون میشه، ولی اگر قرار باشه هر وقت ما کوتمون رو در میاریم علامت خطر باشه، پس همه ما باید شبان با کوت بخوابیم. قربونت برم، اون روز جمعه من 2 ساعت با دوستان که از مجاهد جدا شدن از 12 تا 2 برنامه داشتم، بعد برنامه خودم بوده 3 ساعت. بعد شما اگر برگردی تقویم اینجا رو نگاه کنی و تمپریچر، ما سه‌شنبه اینجا ماینس سامتینگ بودیم، یه دفعه جمعه و اینا هوا گرم شد، ولی بدن آدم به تدریج برمیگرده. من ضمن این که از شما ممنونم، متشکرم، از راه دور روی ماهت رو میبوسم و دستت رو میفشارم، ولی ما اینجوری هم نباشه که هی برای همدیگه نسخه بپیچیم. سوربی چون این کتت مشکیه، حالا هم نور افتاده روش، گرمته، اگه اینو در بیاری نشون میده که میخوای سکته کنی. ممکنه من یه روزی هم سکته کنم، همین جلو دوربینم سکته کنم، ولی قرار نیست که هر کسی کوتش درآورد نشون دهنده این باشه که این داره میمیره. نه، اینجوری هم نیست، یه کمی به خودمون بریک بدیم و بیشتر روی اصل موضوع صحبت کنیم. مرسی، اون روزم تشکر کردم، شما لطف داری، قبلا هم به من لطف داشتید، حتی وقتی هم آقای کاووسی نقل چلو کباب اینا گفت شما زنگ زدی گفتی آقا اصلا مهمون من بری چلو کباب بخوری. قبلا هم لطف کردی، تلویزیون مردم حمایت کردی، ولی ازت خواهش میکنم اینجوری نباشه که دیگه بگیم آقا اصلا من یه دفعه تابستون با یکی از دوستان رفتم بیرون، بهش گفتم چرا شما موهای پاد اینجوریه، پایین پاد اصلا مو نداره. آقای گفت که این متاسفانه مرض قند گرفتم. بعد یه دفعه دیگه یه کسی دیدم یه قسمت از پاش، گفتم شما مرض قند داری؟ گفت نه آقا، هر مو ریختنی که این نیست که، من نمیدونم شلوارم اینجوریه مو میریزه فلان. یعنی ما همه رو ربط ندیم به هم، دکتر نشیم برای هم دیگه. خانم جیلانی متخصص روانشناس آمده میگه من اینجوری، این آقا میگه ایشون درسشو انجام نداده، مشقشو ننوشته، نمیدونم. ولی ما برای همدیگه نسخه می نیستیم. تا یه کسی سرفه میکنه بهش میگه آقا پدر منم
سل داشت و شما بهتر فوری خودتو بری مثلا به بیمارستان سلی ها معرفی کنی. در اصل ممنونم، اون روز گرم بود عزیزم. 3 ساعت جلو این 3 تا 4 تا چراغ اینجاست و بعد بالاخره من دارم حرف میزنم، آدمم، آدمی زادم، گرمم میشه، سردم میشه. اگه اینجوری باشه باز شب و روز کت شلوار و پالتو همجور برمون باشه. بفرمایید. تو عصبانی میشی. حالا از همه چیزا بگذریم آقا، من فکر میکنم اگه بحث سیاسی رو بخواین انجام بدید تا سال 3000 هم نمیتونیم بهش برسیم، چون عقیده ها مختلفه. حالا بیاریم موضوع رو از طریق ریاضیات حل کنیم. آقا یه معادله درجه دوم شاهنشاهی را بنویسید که ریشه های مضاعف آن بین 1 و -1 باشد. این دیگه کمترین رو بعد از 0 دیگه، یعنی منها رو مثبت دیگه، 0 که مثبته. حالا شما مقایسه کنید، بگید آقا قاجار با پهلوی، نتیجه بگیرید دیگه. همه دیدن قاجار و اونهایی که سن بالاتر هستن پهلوی رو هم دیدن. حالا بعدن بیاد یه معادله دیگه بنویسید، بگید آقا شما همینجا صبر کن، معلوم میشه ریاضیت خوبه ها، چون هر کسی تو اون رشته که خوبه دیگران رو به چالش میکشه. ببینید شما میگید همه دوره قاجار رو دیدن، اونایی که سنشون بالاست دیدن، حتی اونایی که سنشون بالاست موقع قاجار رو دیدن که خودشون دیگه الان یعنی اون موقع بچه بودن، چون قاجار ببین 35 سال جمهوری اسلامی، 57 سال دو تا پهلوی بودن، 35 و 57 بریم تو ریاضی میشه چقدر؟ 82 82 سال. اگه کسی خدا رحمت کنه آقای سرهنگ روستازاد 2 هفته پیش فوت شد، ایشون 95 سالش بود، اگه ایشون بگیم دوره قاجار بوده 82 از 95 ایشون 13 سالش بوده، چی یادش میاد یا چه چیز سیاسی رو میتونه بگه؟ من یا هر کسی دیگه حق داریم درباره اون زمانهایی که حکومت هایی که توش زندگی کردیم نظر بدیم. یعنی شما میگی ما اصلا حرف نزنیم، یعنی ما اصلا مثل سگ و گربه هیچی نگیم. من گفتم بابا این برنامه های تلویزیونی رو خیلی جدی نگیرید، و اگه جدی نگیریم مشکل حل میشه. ما چون جدی میگیریم به اینجا میرسیم که حالا بیا بگو ببینم که شاه بهتر بود یا قاجار بهتر بود یا آخوندا. بله پهلوی از قاجار بهتر بود، پهلوی از این آخوندا در رشته اجتماعی بهتر بود، چون اینها هم سیاسی هم اجتماعی گند زدن. خب که چی حالا؟ چه نتیجه گرفتید شما از این ریشه مضاعف ماینس وان و پلاس وان دوباره صفر؟ چه نتیجه میخوان بگیری؟ مگه شده من یه روزی بگم زمان شاه بدتر از امروز بوده؟ مشکل من اینه که میگم اونها باعث شدن با نادانیشون، با کارای اشتباهشون. آقا یه چیز خیلی ماجرای قشنگی رو من همیشه تعریف کردم، گوش نمیدیا. گفتم آقا یه آقایی بوده مشروب میخورده، عرق میخورده، مشروب میخورده، خب اینو می مشروب میخورده، قمار میکرده، خانمش ناراضی، بچه‌هاش ناراضی، جر و دعوا، بالاخره طلاق میگیرن. بچه هم همیشه به مادره میگه بابا چرا طلاق نمیگیری؟ هر کی هم میرسه به مادر میگه چرا طلاق نمیگیری؟ طلاق میگیرن. خب حالا میخوان چیکار کنن؟ وضعشون خوب نیست و خانم هم ممکنه نسبتاً جوان باشه. یه آقایی میاد میگه من آدم بسیار خوبی هم، عجب مردی که احمقی بود اینقدر شما رو میزد، اصلا کسی باید رو زن دست بلند کنه، عجب بی شعوری بود. شما میگی اصلا اینو خدا فرستاده. میره ازدواج میکنی باهاش، میبینی اون عرق میخورد و قمار میکرد، این تریاک هم میکشه، عرق هم میخوره، قمار هم میکنه، نمیدونم زن بازم هست، شما رو هم میزنه، ببخشید به بچه هاتون هم تجاوز میکنه. شما این وسط حق نداری بگی اون شوهر قبلیه بد بوده، میزدت تو، عرق میخورده و قمار میکرده. شما الان باید 100 بار به اون فوش بدی، بگی اون پدر سوخته حرامزاده بود که من رو انداخت دست این نابکار. هر روزی که این میزنتت به اونم 2 تا فوش باید بدی. بارها گفتم اگر امروز شکم شما از حد نرمال، از اون حالت نرمال خارج شد، یا اسهال گرفتید یا نتونستید برید توالت، میبرن از اون دکتر.
اولین چیزی که دکتر ازتون سوال میکنه میگه دیروز تا حالا چی خوردی؟ ما همش میگه آقای دکتر دیروز رو ول کن. خب اگه اونجوری بگی تصادف کرده باشی، بیهوش شده باشی، نفهمن، بعد امالت میکنن، درش میارن، بازش میکنن. ولی کسی که انسانه میتونه حرف بزنه، ازش سوال میکنن آقا دیروز چی خوردی؟ ما نگیم دیروز چی خوردیم. من نگم کجا رفتم، نگم رفتم اونجا اون خوراک مثلا فاسد بوده، چهش نمیگیم. اگر هم پولی داشتن خب پوله، چون کمک، چون برای ایران هم فردام لابد مردم میان میگن آخونده هم اگر پولی دزدیدن، چون جاده ساختن و تلفن بیسیم آوردن و سد ساختن، آقا دیگه حالا ولشون کنیم. اصلا ما نگیم دیروز چی خوردیم، امروز اصال داریم. چشم مخلص نوستم. چشم بفرما. پهلوی با اسلامی دیگه اکثریت پهلوی رو دیدن، اکثریت اسلامی رو دیدن. ما سخته چون یه کشور بزرگی بودیم در یه کوشک. من هنوز پوینت شما رو نگرفتم. شما اول گفتید همه قاجار و پهلوی و آخونده رو دیدن، بعد حالا رضایت دادید گفتید اکثریت پهلوی رو دیدن، اکثریت آخونده رو دیدن. نه عزیز من، اتفاقا اکثریت ایرانی هایی که الان زنده هستن پهلوی رو ندیدن. شما که اینقدر ریاضی بلدی اشتباه میکنید. یه نفر، این آقای بابک هروی میگه، میگه یه نفر گفت آقا به این ایرانی ها در نیفت. گفت چرا؟ گفت آقا اینا که روشن فکرش و فهمیده هاش اینجوریه. ببین اگه یه وقت خدای نکرده این یکی نفهم باشه چی میشه؟ شما که شروع میکنی صحبتت رو نه با سلام نه با درود، گیر افتادی، گیر افتادی. چون من میدونم، از خودت بپرس، اگه من دروغ میگم زنگ بزن بگو من سربی، صبح که بلند میشم به خانمم میگم درود، به پسرم میگم درود، اون وقت من میام تو تلویزیون میگم من غلط کردم. ولی اگر نمیگی بگو سربی درست گفتی تو، من نگاه کردم دیدم تو خیابون به این و اون میگم درود، چون میخوام ازشون عقب نباشم، تو خونه به خانمم، به داداشم، به دوستای قدیمی میگم سلام، من شدم کلاغی که میخوام مثل کبک را برم، اسیر شد. با این باز کرد، ما رو بردی به کلاس ریاضی، نشوندی معادله دو مجهولی. ما تو معادلات یک مجهولی موندیم، شما ما رو بردی معادله دو مجهولی، نمیدونم چیز مضاعف رو برامون داری گفتی، ریشه مضاعف آوردیمون اینجا. هنوز من نمیفهمم، شما اگه معلم بودی سر کلاس به این طریق که داری پیش میری، باور کن آخرش فقط به این میرسیدی که باید به دوستان میگفتی حالا پیدا کنید پرتقال فروش رو، چون دیگه قیمت پرتقال ها رو گفته بودی، تعدادشو گفته بودی، پرتقال ها خوب بده گفته بودی، میموند به همین که بریم پرتقال فروش رو پیدا کنیم. منظور شما چیه؟ بفرمایید. کناری اتدا بودیم، باید میرفتیم بیرون یاد میگرفتیم. کاش داشتم اکسای پدر بزرگم داشتم ولی نمیبردم از ایران. که باید میرفتیم بیرون یعنی چی؟ یعنی ما مسافرت خارج میکردیم. دوست عزیز، تازه اونایی که با پول دولت رفتن بیرون یاد گرفتن آمدن، تاج گلی به سرمون زدن. چون شما شیرازی هستی میدونی، شیرازی ها میگن چه تاج تری به سرمون زدن، که حالا اونایی دیگه میرفتن. خب بله، الان همه ایرانی ها آمدن بیرون دیدن، الان با اومدن بیرون و دیدن و 20 سال زندگی کردن 30 سال زندگی کردن، ماها دموکرات شدیم، ماها آدم شدیم. چی باید ما رو میفرستاد بیرون؟ بریم بیرون منظورتون کجاست؟ بریم کویت یا بریم جرمنی یا بریم فرانسه یا بریم آمریکا؟ مگه کم آمده بودن؟ مگه همینایی که آمده بودن بیرون، آقای سازگارا و آقای قطب‌زاده و آقای طباطبایی اینا برنگشتن ایران این دست گل رو به آب دادن؟ منظور شما رو من از این تلفن نگرفتم. میدونم من آدم گیجی هستم، لطف کنید یه بار دیگه این رو بنویسید، بعداً با هم صحبت کنیم. مرسی. یالا معلوم چه، من دکتر پدر بزرگ من دیدم قطار فشنگ و بسته بود و اون لباس چیزم پوشیده بود اینا، که ما میدیدیم میخندیدیم. گره جوری پدر ما خود دیگه کنچلوار رو دیدیم، اونم همینجوری بود، بعد شد کنچلوار و فلانه. پس بیاید ببینیم چیکار باید. بازم من نگرفتم
چه اشکالی داشته؟ پدر بزرگ شما لباس اون موقع ایرانی ها رو می پوشیده، این قطار فشنگ و فلان اینا، مگه ما به ایرانی بودنمون افتخار نمی کنیم؟ مگه ما هنوز تا هنوز وقتی می خواهیم بریم جایی صحبت از داریوش و کوروش نمی کنیم؟ خب چه اشکالی داره لباس های اونا رو ما بیایم ترویج بدیم؟ خیلی ها ایرادی که از خانم فرح میگیرن اینه که اگر میخواست کاری انجام بده باید فقط به غیر از اون دو سه روز جشنهای 2500 ساله این لباسهای رنگی و زیبای عشایر و ایرانیای فولکلوریک اصیل محلی رو اونا رو ترویج میداد. چه اشکالی داره؟ من نمیدونم شما چرا از پدر بزرگت میخندیدی، بعد پدرت که به زور بهش گفتن باید کوچلوار اروپایی میپوشیده یه دفعه اوکی میشه. چه کسی هست که به ما میگه این اوکیه این اوکی نیست؟ دیکتاتوره دیگه. یه روز به اون میگن این اوکیه، فردا یه دیکتاتور احمق‌تری میاد میگه کراوات اوکی نیست، کراوات نشونه مذهب مسیحیان و شما رو میبره جهنم. این مسیجت خیلی بد بود. یه بار دیگه توی برنامه نگاش کن، گوش کن، خودت ببین منظور شما چی بوده. میگم خودت چون شما مثل داداشم هستی، میدونم از من بزرگتری، ولی خب سه تا نسل رو دیدیم با پدر بزرگم، اینجور پدر بزرگ شما باید شما افتخار کنی که تو اون وضع قطار تفنگ و اینها دستش بوده و وسته و با اون امکانات کم بازم داشته از یه جایی دفاع میکرد، حالا یا شهرتون بوده یا کشورتون بوده الی آخر. بفرمایید. باید بکنیم اینقدر هی بر نگردید به عقب. یه اگزیت میس کردیم خیلی خوب، دو تا سه تا چهار تا، خب یه جواب سرزر کنیم تا بنزین تموم نشده. آقا روستون به خیلی خوری تکلیسی کن، از همه چی بهتره. قربانه. این قسمت با شما 100% موافقم. چشم، این کارا انجام میدم. آقای مصلحی رو شنیدیم، این دوست نازنینمون کاکو شیرازی رو شنیدیم، بریم با هم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم. همونجوری که بهتون گفتم 8 فوریه آقای احسان خواجه امیری در شهر واشنگتن خواهند بود و آلبوم جدید دارن، کنسرت جدید و همه چیز خوب و جدید و خوش. فقط شماها اونجا کم هستید که بیاین این کمبود هم برطرف بشه. بریم با هم آگهی ها رو ببینیم برگردیم. اگر شما هم آگهی دارید میتونید در تلویزیون مردم پخش کنید و از سرویس و خدمات ما استفاده کنید. خودتون میبینید این آگهی ها به طور دائم و خیلی ردیف بین هر برنامه پخش میشه، ضمن اینکه بین برنامه زنده هم پخش میکنید. مرسی که با ما هستید. چند دقیقه دیگه باز با هم خواهیم بود. World Global Entertainment با افتخار ارائه میدهد شنبه 8 فوریه کرامپتون آدیتوریوم، میزبان صدای عشق احسان، احسان خواجه امیری. شنبه 8 فوریه کرامپتون آدیتوریوم واشنگتن دی سی. تهیه بلیت تیکت ماستر و مراکز منتخب ایرانی. تلفن اطلاعات 571-335-1970 571-335-1970. این برنامه محدودیت سنی ندارد. احسان خواجه امیری شنبه 8 فوریه کرامپتون آدیتوریوم واشنگتن دی سی. مدیریت سیلم کارپت با افتخار زیبایی و تمیزی را به شما تقدیم می دارد. انواع فرش ها، موکت ها، کفپوش های چوبی، لامینیت های خوشرنگ و زیبا با قیمت های بسیار مناسب برای منازل، دفاتر کار، هتل ها و مؤسسات شما. از نمایشگاه سیلم کارپت در استرلینگ ویرجینیا دیدن کنید و یا با ما از طریق تلفن 703-948-9888 و یا ایمیل ab2000@aol.com تماس حاصل فرمایید. با
با درود به شما آزادی خواهان عزیز. آزادی خواهی یعنی چه و چه کسانی آزادی خواه هستند؟ آزادی خواهان کسانی هستند که برای همه گروه های سیاسی و افراد منفرد فعال در صحنه سیاست ارزش قائل باشند و آنها را به رسمیت بشناسند، چه آن گروه و یا افرادی که با ما هم عقیده هستند و چه آنها که مخالف نظر مایند. آزادی خواه به کسی گفته می شود که تک تک افراد جامعه را به رسمیت بشناسد و در راه به ثمر رساندن آزادی بیان، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی در چهارچوب قانون حقوق بشر تلاش کند. ما در جبهه آزادی خواهان ایران تمام سعی و تلاش خود را خواهیم کرد تا در برابر حکومت دیکتاتور مذهبی اشغالگر کشورمان بایستیم و برای آزادی کشور و مردممان و به ثمر رساندن نهاد آزادی و گفتگو با هم تلاش خود را به کار بریم. هرچند این قدم کوچک باشد، اما باز از تلاش دست بر نخواهیم داشت. از همه شما هموطنان که با ما هم نظر هستید دعوت می‌کنیم که بیایید منها را کنار بگذاریم و ما بشویم و با احترام به عقاید و تفکرات همدیگر در کنار هم بنشینیم و گام‌هایمان را برای رسیدن به هدفی مشترک هرچه محکم‌تر برداریم. آن وقت می‌بینید که چه راحت با ضحاک حاکم بر کشورمان پیروز می‌شویم. با سپاس، محمد علی متحیر، فعال جبهه آزادی‌خواهان ایران، سوئد. باز هم سلام خدمت شما. ساعت 3:05 هست به وقت شرق آمریکا، نیویورک، واشنگتن پایتخت آمریکا، و امروز هم هست دوشنبه 13 ژانویه 2014 برابر با 13 دی ماه 1392. عذر میخوام، اون دوستی که زنگ زده بود پیام گذاشته بود که آقای سوربی گوشی رو بردارید با هم صحبت کنیم. من بارها گفتم ما اینجا انسرین ماشین نداریم که بشنویم، ما وایس میل داریم، صدای شما میره در این سایبر، در این فضای مجازی، بعد اونها برای من ایمیل میفرستن، میگن یه نفر زنگ زده پیام گذاشته، من اون رو از کامپیوتر میشنوم، یا اگر بعدن وقت داشته باشم برمیگردم زنگ میزنم، میگه 100 تا مسیج داری، یکی یکی میشینم گوش میدم و قلم به دست مینویسم و اگر لازم باشه باهاشون زنگ میزنم، اگر نه که طبق معمول هم لازم نیست یا میگن پیاممون پخش نشه و الی آخر. این هم از این ماجرا. در صورت پیام ها رو شما رو من توی فاصله بریک یا همین آگهی ها گرفتم. 17 دی ماه روز درگذشت آقای غلامرضا تختی بود. غلامرضا تختی لقب جهان پهلوانی و اون بازوبند پهلوانی رو گرفت. من یه پهلوان میشناسم، آقای فیلابی، و این افتخار رو داشتم و دارم که از سال 1986 که آمدم توی آمریکا با ایشون آشنا شدم. از همون روزای اول هم آشنا شدم با آقای محمد قربانی، آقای فیلابی و دیگر دوستان. و من واقعا میگم خدمت آقای فیلابی، من دیروز خجالت کشیدم وقتی که شما رو با این ابهت که تو باور خودم دارم دیدم که چگونه اینو عذر میخوام که دارم میگم، این دیگه کلمه عاجزانه، چگونه شما عاجزانه داری از جسد آقای تختی استفاده میکنی که به مردم بگید سازمان مجاهدین خوبه. اولا شما توی این پیام به مردم میگین شورای ملی مقاومت. آقای فیلابی، تا کی شما میخوای گول خودت بزنی؟ شورای ملی مقاومت کیه؟ چه سازمان دیگه‌ای در این شورای ملی مقاومت هست جز مجاهدین؟ چه رأی گیری، چه انتخاباتی میشه؟ تا حالا بر اثر این انتخابات در شورای ملی مقاومت چه افرادی عوض شدن بشن رئیس، بشن معاون؟ نکنید آقای فیلابی، این شما تو آمریکا هستی میدونی آدمای عقب افتاده ای مثل جورج بوش که بهشون میگن فناتیک، بنیادگرا، اینها وقتی که عقل سلیم که ندارن بتونن استفاده کنن، میخوان از احساسات مردم و دروغ استفاده کنن، میان میگن اگر جیزس، حضرت مسیح، زنده بود حمله میکرد به عراق. شما ببین بوش احمق از
حضرت مسیحی که میگه اگر یکی زد توی این گوشه، توی این سیلی زد اینجا، این سیلی رو، این گوشی رو، این طرفم بگیر که بزنه، یک آدم جنگجو میسازه که میخواد بره عراق و صدام حسین رو نابود کنه، چون یه احمق‌تر از جورج بوش بهش گفته که تو آقای جورج بوش ناجی بشری و اگه صدام حسین از بین، اون آقای بیل گرام بود، اون مذهبی، بعد شما آقای فیلابی با این ابهت، با این بازوبند پهلوانی که آقای تختی به شما داده، بیای بگی اگر تختی امروز زنده بود میومد در شورای ملی مقاومت. آقا یه قدم برو بالاتر، بگو اگه مصدقم بود میومد یه قدم. ببخشید من دیروز همینجا عصبانی شدم، هم خندم گرفته بود، گفتم این دوستان ما دیگه نمیتونن زنده ها رو جلب و جذب و تشویق کنن، رفتن تو قبرستونا سراغ مرده ها میگردن که بیارن عضو شورای ملی مقاومت بشه. شما از کجا میدونید که آقای تختی امروز اگر بود جزو شورای ملی مقاومت میشد؟ بشنویم آقای فیلابی رو، برگردیم ببینیم که نظر شما چیه در این مورد. پیام بذارید، پیاماتون روز چهارشنبه پخش میکنم. خواهش میکنم مؤدب باشیم با منطق. بارها گفتم اگر منطق استفاده کنیم احتیاجی به تهمت، توهین و تهدید نیست. آقای فیلابی در رابطه با جهان پهلوان غلامرضا تختی صحبت میکنن و من دیروز نوشتم در فیسبوک، من نمیدونستم که آقای تختی هم مجاهد شده. جهان پهلوان تختی اگر در این موقعیت بود و هر کس که دم از تختی میزنه در حال حاضر باید همون راهی رو بره که جهان پهلوان تختی رفت. وقتی مردم ما 35 سال به گروگان گرفته شدن، وقتی به ناموس ما بی حرمتی میشه، به فرهنگ ما بی حرمتی میشه، تاریخ ورزش ما را دگرگون کردن، جوان مردی را از بین بردن، اگر جهان پهلوان تختی بود واقعا یکی از اعضای شورای ملی مقاومت بود، اگر جهان پهلوان تختی بود واقعا یکی از اعضای شورای ملی مقاومت بود، اگر جهان پهلوان تختی بود واقعا یکی از اعضای شورای ملی مقاومت بود، من سالها گفتم و تکرارش. چرا این شورای ملی مقاومت از مردم ایران دفاع میکنه، از فرهنگ ایران دفاع میکنه، میخواد قدرت ناشی از رأی مردم بشه، میخواد اعتقاد و یا عدم اعتقاد به مذاهب در ایران آزاد باشه و هیچ کس رو به خاطر داشتن اعتقاد و یا عدم اعتقاد به دین و مذهبی مورد سوال قرار ندهند. جان پهلوان اگر بود اینجا بود. من روی سخنم به تمام ورزشکارانه، تمام ایرانیانی که به عشق می‌ورزند به جان پهلوان تختی، باید مثل جان پهلوان تختی قدر مردم ایران رو حس کنید، ببینید چه بلایی به سر مردم ایران آمده و چه بلایی به فرهنگ ایران آمده و چه بلایی به اقتصاد ایران آمده. اگر تختی بود کوتاه نمی آمد. ورزشکاران، ورزش دوستان، هم میهنان عزیز، اگر واقعا پهلوان تختی رو دوست دارید مثل پهلوان تختی هم عمل کنید. وقتی همه ما یکی بشیم مطمئن باشید مملکت ما سرفراز خواهد بود. الان مملکت ما اون سرفرازی رو با این آخوندها از دست داده. خب دوستان عزیز، خودتون شنیدید با صدای آقای مسلم اسکندر فیلابی و نظرشون رو گفتن. فقط سوال من اینه آقای فیلابی، اگر شما مورد اعتماد آقای تختی بودید و امروز پهلوان زنده هستید، اصلا ما ضرب المثل داریم پهلوان زنده رو عشق است، شما که اینقدر به مردم گفتید و تا امروز کسی نیومده، برای خودتون یه اولتیماتومی بذارید، یه ددلاینی بذارید، بگید آقا اگه تا فلان موقع مردم نیومدن لابد نمیخوام. نکنید این کارو. بنده خدا تختی رو در قبر نلرزونید یا جزء حزب نکنید. کسی که در رژیم شاه حزبی نبوده، عضوی بشه و اینها، فقط طرفدار اینجوری که من شنیدم جبهه ملی بوده و دکتر مصدق، شما یه دفعه بیاریش توی شورای ملی مقاومت،
هیچ فرقی با اون کاری که آقای بوش کرد به نظر من، البته این نظر منه، دوستان نظر شما چیه؟ ضمناً یکی از دوستان که معرف حضور همه هستند و من نمیدونم به چه زبانی به آقای سعیدی بگم، آقای سعیدی عزیز شما حرفی برای گفتن دارید، مثل یک نویسنده‌ای که میدونه باید کتاب بنویسه و نمینویسه، بالاخره مینویسه. وقتی میان ازش تشکر میکنن که آقا چه کتاب خوبی نوشتید، میگه من از خانمم ممنونم، چون خانمم نبود، یه چند مدت رفته بود منزل خانوادهشون پدر مادرش، من وقت پیدا کردم بنویسم. دوست عزیز شما نباید به من زنگ بزنی اجازه بگیری صحبت کنی، همینو زنگ زدی بگو آقا من نظرم اینه، این آقای مصلحی که اینجوری گفته نظر من اینه، با ایشون موافقم، با ایشون مخالفم، با شما موافقم. دیگه اگر من نظری داشتم، اگر شما خواستید بشنوید، اگر دوست داشتید وقت داشتید با من، اصلا من چرا بگم؟ خودتون بشنوید دوستان، ببینید یک ایرانی زنگ زده میخواد پیام بذاره بگه من راجع به این چیزی که صحبت کردید نظرم اینه، ببینید من اینجا چه بدبختی دارم. بفرمایید. سلام جان، سعیدی هستم، مزاحم میشم. نمیدونم امکانش هست که من به یک مطلبی که فرمودید جوابی بدم، به این دوستمون جواب بدید راجع به اظهار نظر. از شما سوال کردن که میخوان جواب بدید، امکان همین امکانی که ما در اختیارتون گذاشتیم. اگر من پرسیدم نظر شما چیه، بله امکانش هست شما میتونید نظر بدید، ولی من فکر نمیکنم کسی از شما پرسشی کرده که شما بخواید پاسخ بدید. اینم یه چیز بدی دیگه هست که تو جامعه ما راه افتاد، یه نفر زنگ میزنه به یه تلویزیون، طرف میخواد جواب اونو بده، جواب اونو نده، خود مجریه باید مرده باشه که نتونه جواب اونو بده. شما نظر خودت رو بگو، برای خودمون احترام قائم بشی، بگی من اینجوری فکر میکنم. حالا بفرمایید، شما اینقدر حالا صحبت کردید هنوز میخواین جواب دیگران رو بدید، بفرمایید. این نکته‌ای بود که من به نظرم رسید فکر میکنم مفید باشه که شما هم بهش توجه بکنید. قربان شما، اگر لازم دونستید من در خدمتتون هستم. نه من حقیقتش احتیاجی یا لزومی نمیبینم، من آمدم برنامه گذاشتم، وقتم رو گذاشتم، هزینه ایرم متقبل میشم، چیز میکنم. دوستانی مثل شما از این تلویزیون به اون تلویزیون، یه روز مهمون آقای عزیزان هستیم، یه روز مهمون اون هستیم، یه روز مهمون اون هستیم، و اینجوری نمیشه عزیزم. این بازی به آخرش رسید. میدونید اون ماجرای حرف مفت تموم شد، ماجرای تلگرافخونه ایران و اینها، این ماجرای تلفن زدن به تلویزیون ها و صحبت کردن به آخرش رسید. من با دوستان که صحبت میکردم گفتم آقا ما نمیخوایم برنامه بذاریم، یکی بیاد این بره بگه، یکی بیاد اون بره بگه، ما هی به اینا بگیم به هم فحش ندید. گفتم الان بهترین روش همین، شما میذاری شماره تلفن، بله میذاری، که اگه آقای دکتری خواست، آقای سمندانی، میگم کی؟ میگه آقای سنودونی. میگم بابا آقای دکتر سمدانی، میگه اون آقا که دکتر نیست. میگم آقا تو اصلا اسم طرفو نمیدونی، تو نمیدونی کجا باید زنگ بزنی، بعد به من زنگ زدی که آدرس تو بده من میخوام سود کنم. خب برو سود کن، اگه اینقدر عرضه نداری نمیفهمی وکیلی رو پیدا کنی که آدرس منو که اینجوری مثل شاخ شمشاد آمدم نشستم پیدا کنی، پس همون باید بزنی همون اول تو سر وکیل بی عرضه. ضمناً ممنونم از شما های سعیدی، شما اگه خواستید یه بار زنگ بزنید بگید که مثلا من در رابطه با ساناز نظامی و چیز رفتم تحقیق کردم و 10 دقیقه وقت میخوام نتایج تحقیقاتم رو بگم، ضمناً من روانشناس هستم، ضمناً من پلیس هستم، ضمناً من معلم هستم، ضمناً من دکتر هستم، همه اون همینجوری میخوام حرف بزنیم. نه من احتیاجی نمیبینم، ولی ممنونم که شما برنامه رو دنبال میکنید، امیدوارم بیشتر این کار رو انجام بدید. دوستان در آلمان نوشتن که ما امیدواریم که خانم یاسمین فهیمی به اصطلاح انتخاب بشه. برای این دوستم نوشتم شما امیدوارید به این دلیل که ایشون ایرانیه یا اینکه با نظراتش موافقید. این دوستمون نوشته که من شهروند آلمان نیستم و نمیتونم رأی بدم، ولی امیدوارم موفق بشه. نکنید این کارو. شما الان که یه ایرانی آمده برید بخونید ببینید دیدگاهش چیه، نظراتش چیه. یه وقت میبینید مثل آقای سبحانی از جورج بوش تندروتر در میاد. من سال 2001 بود آمدن با آقای سعد و گفتن
با ایشون مصاحبه کنه اینا. گفتم من با ایشون صحبتی ندارم چون اصلا خطمون جدا هست و من اصلا حوصله سیاسیون اینجوری رو ندارم، سیاسیونی که فکر میکنن دنیا رو میخوان نجات بدن، ما رو به بهشت ببرن، درست مثل آخوندایی که من از بهشتشون فرار کردم اومدم تو این جهنم. اینا من با اینا صحبتی ندارم. نکنید این کارو، نگید به این دلیل که ایرانیه. حالا براتون میگم چرا. اون خانم به احتمال 99% دیگه ایرانی نیست. اگر خانمی بود که ایرانی بود، هنوز هم مثل شما خانمای ایرانی خودسانسوری میکرد، داخل هیچ مراحل نمیشد، میگفت من سیاسی نیستم، ای وای این چی میگه، ای وای من داداشم ایرانه، یه وقت برای اونا دردسر نشه. این خانم خودشو ایرانی نمیدونه، این خانم به احتمال زیاد خودشو یک آلمانی میدونه که موظف به جامعهش رفته، نظراتش رو تقویت کرده، یه عده‌ام حمایتش کردن، سپورتش کردن مالی تا رسیده به اونجا. حالا میخواد نمیدونم بشه چه کاره SPD و صرفاً به این دلیل که ایرانیه، نه از ایشون، از هیچ کس دیگه‌ای دفاع کورکورانه نکنید، احساساتی نشوید. اگه این کار رو انجام بدید مثل نماینده‌ای هست که یه پالوده داده به یه نفر، رفته برای ایرج نمیدونم مهدادی بود چی بود رای داده، نمیفهمیدم، از نفهمیم بوده. من افتخار میکنم که بیام بگم من اولین رایی که دادم شیراز نفهم بودم. پسر عموم گفت بیام بریم اینجا، گفتم کیه؟ گفت ایرج مهرداد، نمیدونم کجا، میریم فلکه مصدق. شیرازی هم میگن فلکه مصدق، نمیگن فلکه مصدقوا، میگن فلکه مصدق. بریم فلکه مصدق رای بدیم. گفتم بابا خیلی دوره. گفت پالوده بهمون میدن. رفتیم رای دادیم. چه فرقی میکنه من تو ایران تو شیراز رفتم برای پالوده رای دادم، شما تو آلمان بری برای اینکه این ایرانیه رای بدی؟ راه درازی در پیش داریم، از کجا باید شروع کنیم نمیدونم. بذاریم بریم عکس نگاه کن. میگن هر عکسی بهتر از 1000 کلمه گفتن و صحبت و گفتگو هست. امیدوارم که اینجوری باشه. ببینیم که حالا این عکس چی میگه. یادتونه اون آخوندکی که من اون روز گفتم و یکی از دوستان لطف کرد عکسش رو برای ما فرستاد، عکسش هم این هست، آخوندک. اینجا فکر کنم بهش میگن گراس هاپر. این هاپر یعنی پریدن و از این ور به اون ور رفتن. من از همین شبا وقتی یه نفر میره 10 تا بار 5 تا بار بهش میگن بار هاپینگ، از این به اون. اینجا این چون رنگ سبزم هست و رو درخت و رو گرس رو چمن و اینها و میپره، بهش میگن، ایران به این میگفتن یا میگن هنوز آخوندک. نمیدونم، شاید به خاطر این عمامه‌ای که سرش هست. در هر صورت این هم باز برمیگرده به اون بحث اون روز. و اما اونایی که هنوز جمهوری اسلامی و اینها رو نشناختن و منتظر آزادی هستن، خیلی تابلو قشنگی نوشته جمهوری اسلامی از این طرف، آزادی از این طرف. حالا شما هرچی به طرف جمهوری اسلامی بری از آزادی دور میشی، هرچی به طرف آزادی بخوای بری باید از جمهوری اسلامی دور بشی. این تابلو حقیقی ها توی خیابونهای ایران. و اما این هم باز فیسبوک دیدار ایران که به زودی دوستان میان و مثل داریوش و دیگران اونها به اصطلاح شروع میکنن، نظراتشون رو پست میکنن، کامنتاشون رو مینویسن و شما هم تا اونجایی که بتونید دموکرات عمل کنید، به دیگران احترام بذارید، نظر خودتون رو میتونید بنویسید و از این فیسبوک لذت ببرید و استفاده کنید. این یه چیز خیلی قشنگیه که من امروز توی فیسبوک دیدم و این شرح حال ماجرای ایرانه. میگه که الان ما میفهمیم اینکه اون وقتا میگفتن همجنسگراها و اونایی که ماریجوانا میکشن، میگه الان که ازدواج همجنسگراها و کشیدن ماریجوانا یا علف یا حشیش نمیدونم هرچی بگین، الان که آزاد شده، ما حالا میفهمیم اون سوره و آیهی که توی تورات و توی انجیل گفته شده که اگر یک مردی با یه مرد دیگهی همخوابی کنه
دوتاشون رو باید سنگسار کنن، اون منظور سنگسار نبوده، منظورشون این بوده که باید زمانی رسیده باشه که اینها حشیش کشیده باشن، بنگ کشیده باشن و دوتاشون استون. میدونید اینجا به غیر از این که به طرف وقتی میکشه میگن حی شده، استون اصلا بی تفاوت میشه، میخنده برای خودش چی میکنه و میگه we were just misinterpreting، یعنی به ما این رو بی خود، تفسیر بی خودی گفتن. و اما ملا نصرالدین و این عکس بسیار جالب، میگه روزی ملا نصرالدین خطایی مرتکب شد و او را نزد حاکم بردن تا مجازات را تعیین کند. حاکم برایش حکم مرگ صادر میکند، اما مقداری رأفت به خرج میدهد و به ملا میگوید اگر بتوانی ظرف 3 سال به خرد سواد خواندن و نوشتن بیاموزی، از مجازاتت در میگذرد. ملا نصرالدین هم قبول میکند و ماموران حاکم رهایش میکنند بره به زندگی خودش برسه. عده‌ای به ملا میگویند مرد حسابی، آخه تو چجوری میتونی به این الاغ خواندن و نوشتن یاد بدهی؟ ملا نصرالدین میگه که انشاءالله در این 3 سال یا حاکم میمیره یا خر من. در یک جامعه عقب مانده همه مشکلات با مرگ حل می شود. این هم از این ماجرا و این را قبلا هم نشون دادیم، ولی حکایت ماها هست روی فیسبوک، فحش و جر و دعوا، ما نسل بدبختی هستیم، دستمان به مقصر اصلی نمی رسد، از همدیگر انتقام می گیریم. عباس معروفی، بله این نوشته خانم نیر رو بهتون نشون بدم که اینجا قشنگ معلومه قبل از رو مثل قبلا نوشته شده. ببینید، و من هم چون توی برنامه بوده این فکر کردم جناب سوربی، بله قبلا رضا شاه هم میرفتن خارج، من درست که اینجوری بود جمله، بله قبل از رضا شاه بزرگ هم میرفتن. از بس تعارف میکنید و رضا شاه بزرگ و کوچیک و متوسط، و الان میتونستید بگید که بله قبل از رضا شاه هم دانشجویان به خارج میرفتن ولی به هزینه خودشان. من این جمله رو باز درستش رو میخونم اونجوری که نظر ایشون بوده. جناب سوربی، بله قبل از رضا شاه بزرگ هم میرفتن به خارج ولی با پول خودشان. در زمان رضا شاه بزرگ با بورس دولتی میرفتن، دکتر شایگان، مهندس بازرگان و خیلی دیگر با بورس به خارج رفتن. بعد هم اگر کسی نگفت فقط رضا شاه بزرگ تصمیم گرفت، نه ایشان تعدادی تحصیل کرده که بعد از مشروطیت سرخورده شده بودن به خارج رفته بودن، برگشتن و مشاور ایشان بودن. چرا؟ حرف همه درست است ولی حرف ما نادرست. اگر بخواهید باز من میتوانم گفته خود را با سند بگویم. ما خانم کی گفتیم حرف شما نادرسته؟ چرا اذیت میکنی؟ این هم از این، و بذارید من این رو براتون بخونم. این هم جالبه درباره عذرخواهی کردن ما ایرانی ها. میگه یک عذرخواهی واقعی 3 بخش دارد: اول متاسفم، 2 تقصیر من بود، 3 برای جبرانش چه کار میتوانم انجام بدم. اغلب ما بخش سوم را فراموش میکنیم، در موردش فکر کنیم. قربونت برم، تخفیف دادی. اغلب ما بخش دوم و سوم رو فراموش میکنیم. این هم از این. دوستان عزیز، بعضیا رفته بودن روی پیپل، آهان این فرصتی شد ایمیل بهروز رو بخونم، مرسی بهروز. دوستان اگر خواستید از طریق پیپل به تلویزیون مردم کمک کنید، اگر از حساب بانکیتون و یا دبیت کارت، کارت های پرداختی نمیدونم چی استفاده میکنید، نه کارت های اعتباری، شما به جای این که برید اونجا دونیت کنید، برای ایمیل من پول بفرستید. اینجوری هیچ هزینه‌ای من یا شما به چیز نمیدیم، به پیپل، چون پیپل لطف کرده و گفته که بین دوستان و فامیلی شما میتونید این کار رو برای فامیلتون هم انجام بدید. برای بچه‌تون اگه میخواید پول بفرستید، این وسترن یونیون کوفتی برای هر 100 دلار من نمیدونم چند دلار، 15 دلار، 10 دلار میگیره. پیپل که آمد و بیزینس همه اینها رو داغون کرد، این کارو نمیکنه. شما به آدرس ایمیلش پول میفرستید، برش می‌نویسید حالا 100 دلار، 1000 دلار، هر چی. اینجا 2 تا آپشن یا 2 تا انتخاب بهتون میده.
اولیش نوشته من این رو میدم برای اینکه یه چیزی خریدم یا یه سرویسی میگیرم. توی کیس من شما، شما سرویسی نمیگیرید، چیزی نمیخرید، شما لطف دارید، دوست هستید، محبت دارید به تلویزیون مردم، به همین خاطر مینویسید که I am sending money to family or friends. اینجوری مجانی میشه. مرسی. این عکس رو قبلا نشون دادم و اما این هم باز روی صفحه پیج چیز ببینید اینجا نوشته دیدار یاران، وحدت ایرانیان با هر مرام و وحدت ادیان. من از روزی که اینو درست کردم از دیروز تا حالا یکی دو تا عکسای مختلف گذاشتم و اینها که این دوستان امتحان کنن و ببینن که خیلی ساده میشه این کار رو انجام داد و اون ترس و به اصطلاح چی ریخته بشه. دوستان چون من دوست دارم که همیشه مستند صحبت کنم، این هم اون نوشته خانم به اصطلاح خانم خاطره نورشید بود که نوشته بالطبع کمی خشونت و یا اجبار در کار اگر در کار نبود هیچ حرکتی صورت نمی گرفت. من متاسفم که مملکتی هستیم که هنوز فکر میکنیم با خشونت و با اجبار باید کارها حل بشه و بدون اونها حل شدنی نیست. و اما این دوتا سیاه آمریکایی رفتن ایران، اینجا نوشتن که توی وایس آف امریکا نوشتن زوج سیاه آمریکایی گفتن گول رسانه ها را نخورید و به ایران بروید. من براتونم یه ایمیل نشون دادم که گفته بود که ایران بعد از انتخابات آقای روحانی الان کشور شماره یک شده برای اینکه مردم میخوان برن اونجا و ببینن چه خبره، این کشورهای مطبوعشون دولتهاشون به اینها دروغ گفته یا واقعا اونجا به اصطلاح به همون بدی هست که اونها گفتن. این از این. ممنونم از تمام دوستانی که دارن به دیدار یاران میپیوندن. ضمناً دیدار یاران رو با فارسی هم اگر بنویسید شما رو به اونجا رو میبره، ولی اگر به انگلیسی خواستید بنویسید، بنویسید دیدار فاصله ای یا فاصله یاران. من فکر کنم این اشتباه بود، باید می‌نوشتیم دیدار یاران چون جدا نیست. در اصل این هم یاد گرفتیم دیگه، حالا این نشد اون پیداش میکنیم و میریم دنبالش. اجازه بدید من چند تا مطلب رو که گذاشتم اینجا براتون بخونم و یواش یواش بریم تا برنامه آقای اجلالی کارشناس ارشد به اصطلاح بیان و صحبت کنن و ببینیم که ایشون چی میگن. این هم چی شد آقای بهروز؟ من میخواستم ایمیل شما رو بخونم، غیب شد. بله، بهروز میگه که من ممنونم از شما که به خاطر پیپل من رو، به خاطر برنامه هات من رو با پیپل آشنا کردی و الان از پیپل دارم برای بیزینسم استفاده میکنم. بعد پیشنهاد کرده که من این رو به شماها هم پیشنهاد کنم که برید از پیپل استفاده کنید برای بیزینستون، بعدن اگرم دوست داشتید اولین ترانزکشن رو برای چیز بفرستید برای تلویزیون مردم و با $10 هم شروع کنید، نمیخواد هزاران دلار پرداخت کنید. اگر 100 نفر $10 بدن میشه $1000. خب دوستان همیشه میدونید که ما شکایت میکنیم که آیا آقا چرا از این خانوما استفاده میکنن یا سوء استفاده میکنن. آگهی ها میخوان ماشین بفروشن ولی خانم لختیه، میخوان تیغ صورت تراشی بفروشن ولی یه خانم لختی رو داخلش، میخوان شورت مردونه بفروشن یه خانم لختی. البته الان دیگه آقایون هم کم نیستن توی آگهی ها، ولی یک دوستی که طرفدار طنز بوده آمده و گفته اوکی بفرمایید، خسته شدید از اینکه خانم ها در آگهی ها باشن، حالا بفرمایید و این آگهی ها رو که برای مردا درست کردن ببینید، خودتون به ما بگید که حالتون به هم میخوره یا نمیخوره. البته خب میگم که در کار مدیا همیشه اغراق میکنن، exaggeration is number one rule، که هر چیزی رو بزرگتر، به همین خاطر میگن باید بذاریمش زیر ذره بین. یعنی شما ممکنه اون رو ندیدید، با چشم معمولی هم نبینیم، بریم سراغ ذره بین و میکروسکوپ. میگن میکروسکوپ رو ایرانی ها درست کردن، چون فقط ایرانی ها هستن که همه چیز رو میذارن زیر میکروسکوپ و میخوان ببینن و تحقیق کنن. این هم آگهی هایی که از توی این آگهی ها از عکس مردها استفاده شده. تا حالا اگه حالتون به هم نخورده باقیش هم بهتون نشون بدم. البته
گفتم الان هم هستن مردان بسیار خوش هیکل، هندسام. چرا به مردا بگیم زیبا؟ یه کمی بهشون بر میخوره، هندسام، خوش هیکل، که توی چیز آگهی ها هستن. این دوستمون عکسارو که دیده پایینش نوشته فکر کنم دیگه هیچ کس اعتراض نخواهد کرد که چرا در تبلیغ ها این همه از خانم ها استفاده میکنن. دوستان عزیز، تلویزیون مردم همونجور که از اسمش برمیاد، از مردم، با مردم، برای مردم. اگر شما هم جزء مردم هستید و حرفی برای گفتن دارید، اگر یه نکته ای رو مثل آقای سعیدی میبینید و وظیفه خودتون احساس میکنید که این نکته رو به دیگران بگید، شما هم باید برید استفاده کنید. سوار ماشین این و اون مجانی شدن، بعد یه مدت دیگه دوستان میشناسن شما فری رایدر هستین، تا دیدنتون روشون رو میکنن اونور، یعنی دارن تخمه میشکنن، یا با عینک نگاه شما نمیکنن، یعنی دارم جاده رو نگاه میکنن. از این مفتخور بودن، فری راید بودن بیاین بیرون، به خودتون احترام بذارید. با $10 $5 میخواین مجانی کار کنید، برید مجانی استفاده کنید، برید روی یوتیوب ویدیوتون رو بذارید، برید روی فیسبوک ویدیوتون بذارید. ولی نه یا به اون بگو آقا حالی که یه خانه قشنگی شما درست کردی، من میتونم بیام یه نیم ساعت بشینم زیر این درخت استراحت کنم. خب بله، فردا باز میای، پس فردا میای، اینقدر میای که زیر اون درختی که به این قشنگی بوده دیگه چمن نیست و خراب شده. اگه بهت گفتن آقا 1 تومن بده، میخوایم 50 تومن بدیم چمنای اینجا رو درست کنم، میگه ای آقا چی شده، میرم تلویزیون اونوری که مجانیه. این مفتخوری پدر ما رو در آورد، و چقدر قشنگ خمینی و یارانش از این مفتخوری ما استفاده کردن و ما رو آوردن اینجایی که هستیم. بهروز عزیز ممنونم از شما، و ای کاش این حرف شما رو دوستان گوش میکردن که به اصطلاح برن با پیپل کار کنن. پیپل یه سرویس خوبیه که رو دست بانک ها بلند شده، سرعتش خیلی زیادتر، اکیوریتی چی بهش میگیم، درجه اشتباه اینا خیلی کمتر از بانکه، و فکر میکنم سکیورتر هم باشه. چجوری؟ برای که این آقایی که اینو راه انداخته خیلی پروفشنال و وارده. تأسیس ارتش در فیسبوک، امروز یکی از دوستان برای من این رو فرستاده بود که اطرافیان و طرفداران رضا پهلوی رفتن توی فیسبوک ارتش درست کردن، و اسمشون هم طبق معمول همینه دیگه، کاوه کوروش آریایی، کاوه آهنگر و الی آخر. من برای ایشون نوشتم که من جای شما باشم اینها رو پخش نمی کنم، اینها یه مشتی افراد، این کلمه سوسول کجا بوده، این یه مشتی افراد بیکار، بیار، بی ارزه، فقط میشینن اینجوری خودشون رو بزرگ میبینن. میدونید شما اگر بری یه جایی یه چراغ پشتت باشه، بیای راب جلو را بیاری، سایه خود تو بزرگ میبینی، بعد میگن وهم ورش میداره، حتی از سایه خودش میترسه. اینها شما و من نباید مجانی بزرگشون کنیم، بذاریم در همون سوراخ‌های تاریک بمونن تا بپوسن. و اما ما ایرانی‌ها چرا اینقدر زود احساساتی میشیم؟ باز اون امیر عزیز ممنونم ازت که آمدی و قبول کردی که آقا من عصبانی بودم، شما هم عصبانی هستی، سلطنت طلبا هم عصبانی هستن، بیاین از عصبانیتمون بکاهیم و به منطق بیفزاییم. بریم ما این کامرای دو اینجا ببینیم که این ماجرا چیه. دوست خوبمون آقای علا این رو فرستاده و نوشته فروشگاه بزرگ و زنجیره والمارت آمریکا و کانادا در یک اقدام عجیب و غیر معمول، که نه عجیبه نه غیر معمول، از صبح دیروز هزاران تیشرت که نام و نقش پرچم ایران به فارسی به روی اونها حک شده را در تمامی فروشگاه خود به معرض فروش گذاشتند. همینم من فکر نمی‌کنم در تمامی شعبشون باشه، اینها پالیسی‌های مختلف دارن. ضمناً سوپر استورهای آمریکایی والمارت تیشرت های آمریکایی با اسم و پرچم ایران رو به قیمت، اینم تیشرت نی، این سوئدر هست فکر کنم توی این فصل، الان تیشرت اون آستین کوتاه معمولا هست، این سوئدره که آستینش هم بلند، با اسم و پرچم کشورهای بجز آمریکا، کانادا یا کشورهای اروپا. اصلا این ایمیله هر جمله ایشو که میخونی شما میبینی بیشتر غلط و غلط و غلط تره. من بارها نه در والمارت، در فروشگاه های مختلف ورزشی حتی دیدم کشورهای دیگه از مکزیک گرفته، پرتغال گرفته، اسپانیا گرفته، فرانسه گرفته، تیشرتاشون هست. دوستان چرا اینقدر احساساتی میشین؟ بعد آخرش اینو نوشته، نوشته احیانا دستور از دفتر اوباما صادر شده. عجب آدمای بدبختی ما هستیم که همش
فکر دسیسه و همش فکر میکنیم که یک کسی یک کاری کرده یه جایی. ببینید نوشته حتما از دفتر اوباما ساده شده، در صورتی که شما به همین دوستم گفتم شما 1000 تا تیشرت چاپ کن، طرف رفته بود دختره تیشرت چاپ کرده بود نوشته بود you say potato I say آلو. شیرازی ها به سیب زمینی میگن آلو، این هندی ها هم چون پارسی هم فارسیشون خوبه مثل ما به سیب زمینی میگن آلو. دختر خانمه رفته بود نوشته بود شما میگید پوتیتو من میگم آلو، یه عکس سیب زمینی هم گذاشته بود، تیشرت هم درست کرده بود. آقای محمد علا دوست نازنین من چرا اینجوری میکنید؟ اون را هم تمام فروشگاه، من اشتباه میکنم، تمام که نمیفروشن که. شما زنگ میزنی 1-800 والمارت، میری بهش میگی، یا حتی منیجرها ایندیویدوالی میتونن ایندیپندنت برن، یعنی تنها تنها میتونی بیاری بهش بگی، اون طرف نگاه میکنه میبینی مثلا یه والمارت توی شانتیلی هست، اطرافش اسپانیش ها زیادن و اگر یه کسی یه تیشرتی درست کنه که بنویسه مثلا خوراکای اسپانیش خیلی خوشمزن، اینا میخرن. طرف منیجره اون وقت اینا که به صورت از شما که نمیخرن، به صورت کانساینمنت مثل امانت فروشی یادتونه تو ایران اینه، میگه اوکی 1000 تا تیشرت تو بیار بذار اینجا، یه رک بهت میدن چوب لباسی هرچی، شما میذاری اینا رو سر چوب لباسی، اینا وقتی میفروشن میبینی از هر 20 دلار 14 دلارشو اون ور میداره، 70%شو اونا ور میداره. کانساینمنت، شما میشی وندر اونها، وندر مثل این پپسی کولا ها هست گذاشتن، هی طرف میاد با ماشین میذاره داخلش، بعد شما که میفروشی پولا رو، یه پولی اون از شما میگیره اجاره که اینو گذاشته اینجا رو به شما داده. نکنید این کارو، این کار اینا جنبه منفی داره، اینا ما رو یک ملتی که پایه و اساس اطلاعاتشون غلط هست به این را به اینجا میکشن و به اینجا میرسن. از شما خواهش میکنم عاجزانه این کار رو نکنید. و اما یه آگهی هست، کمیته شهروندان برای برگزاری تظاهرات گذر از رژیم دیکتاتوری اسلامی، هم میهنم برای همکاری مهر بورزید، با ما تماس بگیرید و این بیانیه را در سطح جهان پخش کن. نگاه، از همین اولش بوی مفتخوری میاد، نگاه کن، هم میهنم برای همکاری مهر بورزید، با ما تماس بگیرید، این بیانیه رو پخش کنید. چشم، دارم انجام میدم مجانی. روز 20 بهمن در سراسر جهان تظاهرات علیه موجودیت نظام جمهوری اسلامی، برای هماهنگی تظاهرات در شهر خود با ما تماس بگیرید. گذار از رژیم، کیه؟ نمیدونم. اسم؟ نمیدونم. آخرش کیه؟ نمیدونم. نتیجه چی میشه؟ تظاهرات چی میشه؟ مال نیستیم، یاد نگرفتیم. اینجا وقتی میخواین یه برنامه بذارن میگه آقا فلان روز میخواییم برخلاف مثلا فلان قانون اقدام کنیم، آقای جان استوارت هم میاد، یک آدمی که سرش به تنش میارزه میاد. شما یه اسم ندارید، فقط ایمیل درست کردید، ایمیلمون اینه دیگه، چی؟ شماره تلفن هم دارن 818-856-1392 بذارید زنگ بذارید 818-856-1392. ببینید کی هستن، گذار از رژیم، بلاک پست هم دارن. سوربی تلویزیون مردم، تلفنم مجانی، گوگل وایس. درود بر شما. ممنونم قربان، من سوربی هستم از تلویزیون مردم. حال شما؟ بسیار خوب، ممنون. آقا من دارم این اطلاعیه شما رو برای 20 بهمن میخونم. معمولا تظاهرات اینجوری یه چند نفر آدم سرشناس معروف میان که مردم هم به هوای اونها بیان. تا حالا شما با کسی تماس گرفتی؟ کسی از رهبران سیاسی، احزاب، جنبش ها هستن که شما بتونید اسم ببرید؟
همونطور که میدونید این از طرف شهروندا هست. اگر این رهبران و احزاب سیاسی میتونستن خودشون این کار رو میکردن. ما همشون داریم الان اطلاع میدیم، امروز یا فردا ایمیلش میره بیرون و اینا به خودشون بستگی داره که از این حرکت حمایت بکنن یا نه. این یه حرکت به قول آمریکایی‌ها گراس روت هست. شماها و من از رهبران جنبشا خسته شدیم، دیدیم اینها مرد عمل نیستن، تصمیم گرفتیم خود شهروندا یک کاری انجام بدن. بله کاملا. بسیار ممنونم، من اینو گفتم. 20 بهمن دوستان، گذار از رژیم، اجازه بدید، بله، گذار از رژیم بلاک پاست دارن، گذار از رژیم gmail.com، از gmail.com تماس بگیرین. شماره تلفنشون هم 818 856 1392. امیدوارم بتونید منسجمتر عمل کنید، چون من با تجربه 15 ساله‌ای که دارم معمولا این تظاهرات اینجوری اگر منسجم نشه معمولا به جایی نمیرسه. بله حتما داریم سعی میکنیم. بله. شما مایل هستید خودتون رو معرفی کنید یا؟ من کامران هستم. کامران، اوکی. بله مرسی، ممنونم از شما. خواهش میکنم. خب دوستان، کامران، کامران میگن که ما دیدیم که نه جنبش ها کار میکنن نه رهبران اپوزیسیون، این کمیته شهروندان هست. معمولا به نظر من چون توی این گراس روت اوباما بودم و اسم نوشتم، اولین کاری که میکنن شما میری یه کاغذی بهت میدن، اسمتو مینویسی، برای خودت احترام قائل میشی، فامیلت رو مینویسی، شماره تلفنتو میدی، بهشون میگی با من میتونید با این تماس بگیرید. یعنی به این وسیله شما ابراز وجود میکنید، میگید آقای جورج بوش من هستم، آقای آخوند نمیدونم فلانی ما هستیم، ما وجود داریم، اینها این اسم من. یه تلفن مای $10 گوگل وایس نه بابا، بندازین دور، نکنید تو رو خدا. من سوالم اینه که اگه این تلفن گوگل وایس مجانی نبود لابد تلفنم نمیذاشتی. بعدتون نیاد من ایرادایی رو میگیرم که هر کسی دیگم تا اینو میبینه به مغزش میرسه. من وقتی این رو از طریق یکی از دوستان گرفتم، بعد نوشتم که اسم خانم شری الوندیان هم دیدم اون بالا، برای خانم شری الوندیان و دیگر دوستان بگیم که این رو خانم شری الوندیان فرستاده، بگیم که اگر میخوان این آگهی رو توی تلویزیون مردم پخش کنن، مردم رو جذب کنن اینها. اون دوستمون نوشت آقا به احتمال زیاد، ببینید برداشت مردم اینا، اگه خواستید براتون نوشته اون شخص رو میفرستم، نوشت که آقا به احتمال زیاد اینا هم دنبال این هستن که از این نمرد یک کلاهی بسازن. شما دیگه نشستی میخوای از کلاه اونا یه تیکش هم قیچی کنی؟ کارمون خیلی خرابه دوستان. بله گراسروت، جنبش های گراسروت، جنبش های پایه‌ای. این گراسروت همین مردمی میشه، از اصیل مردمی، از پایین به بالا. چیزی که اوباما رو برنده کرد این بود، نرفت دنبال چیز. البته اروا عمش مگه این جنبش ها اینجا برنده میشه؟ اونم خدا میدونه خودشو به چه کورپوریشن های فروخ که بالاخره تونست رئیس جمهور بشه. This is... بله خب چون خودشون نمیگن من چی بگم. من میپرسم اسم شما چیه، میگن کامران، ولی این دوستون میگن که کامران فامیلیش هم نوشته I know his voice, he contacted me for money، برای تلویزیون اندیش. این امیر در ونکوور وقتی پیامش رو من گرفتم اصلا حس کردم که انگار خود منم، اون فیلینگ، اون احساسی که این میگه، میگه آقا من عصبانیم، اونم عصبانیه، اونم عصبانیه، هیچ کدوم رو نمیدونیم از کی عصبانی هستیم، چرا عصبانی هستیم، حق داریم عصبانی باشیم یا نه. میگه این آقا، میگه این دوستمون با من تماس گرفت و اسم فامیلش هم اینه. خب ببینید یه نفر الان اگر کسی زنگ میزنه اینجا، من میگم خب من سوربی هم از تلویزیون مردم، شما که اومدی اینو انجام دادی و میخوای بری تظاهرات و اینها، شما که احتمالاً اینجور نیست به مردم بگی برو جلو من هوات دارم، باید اسمتو بگی، مردم بر اساس همین که شما رو میشناسن. اگه برنامه تلویزیونی داشتی، خب شما مثل من ممکنه 7 بیننده داشته باشی، همون 7 نفر 4 تاش میاد، شما برو
محسن لایق هم کلاسی من بود، میگو که سوربی جان برو، من هواتو دارم، دنبال کارتم. حالا ما هم دنبال کارتونیم. دوستان عزیز، ساعت 3:48 است و برنامه امروز با برنامه آقای اجلالی به اصطلاح ادامه پیدا میکنه و ویدیوهای مختلفی از آقای محیط که ویدیو جدیدش هست، نوین تیوی، بهای ویو، آقای شبستری، آقای عزیزان، خانم نورشید از جوانان امروز و دیگه چی داریم؟ اون شعر بیداد که بهروز حمایت میکنه، ممنونم بهروز عزیز. و شما هم میتونید اگر یه ویدیویی، یه برنامه رو دوست دارید یا یه گویندهی رو دوست دارید با اون تماس بگیرید و بگید که برنامه هاشو اینجا پخش کنیم با مبلغی بسیار ناچیز، روزی 5 دلار، روزی 10 دلار. همین آگهی رو که من دارم میگم، شما بله میگه آقا من دوست دارم این کاری که میکنن درسته، من نمیتونم برم، سوربی من روزی 2 دلار میدم، این یه ماهه، از حالا تا 20 بهمن، امروز 23، روزی 2 دلار میدم، اینو برای من پخش کن. باید شروع کنیم از یه جایی یه کاری انجام بدیم. این که آقا من یه فکری دارم به شما هم میخوام بگم، حالا اگه شما میخوای ببینی تو فکر من چیه به من تماس، نه آقا این فرصت بود شما میگفتی، میگفتی آقای مصلحی درست گفته یا غلط گفته. تیشرت رو گفتم، آقای رضا پهلوی و فیسبوک رو گفتم، خندم گرفت، گفتم وقتی آقای رجوی غیب شده، وقتی آقای فیلابی میره سراغ تختی مرحوم اونو میاره، خب اب نداره رضا پهلوی و دوستانش هم برن از شاه نصیحت‌های ارتشی بگیرن، چون اینا ارتش پهلوی رو میخوان توی فیسبوک را بندازن. بعد ببخشید از همون شاهی که در مقابل چند نفر که اعتراض کردن با اون ارتش شاهنشاهی با اون گارد جاویدان نتونست وایسه و فرار کرد، شما میخواین برید. این دوستمون میگه آقا شما، بابک باز میگه، میگه شما چرا میرید پرو خانم نسرین ستوده، پرو خانم شیرین عبادی، اینا که وکیل هر کی بودن، یا کشته شده یا فراری شده یا بهش تجاوز شده یا آمده نمیدونم بیرون از کشور وایس اف امریکا و این ور اون ور، شما برید دنبال اونایی که یه دونه کیس برنده دارن. این هم حالا ماجرای ما شده، شما میرید دنبال پادشاهی که چمدونش، برید برنامه آقای همایون رو ببینید، داریوش همایون بیچاره صحبت میکنه، میگه این آقای چیز لقب شاه، شاه حاضر به فرار بوده، چمدونش همیشه حاضر بوده دم در که تا گفتن در بره. اون وقت شما میخواین میخواین ارتش فیسبوکی رو بذارید بر اساس اون. گفتم یه آقای روانی بود به نام آقای فردوسی، آمده بود این کلمه آرمی رو دیده بود، این فکر کرد ارتش سالویشن آرمی، میگفت ما میخوایم یه ارتش سالواسیون باز کنیم. بابا یه مش دیوونه ریختیم به هم دیگه، به خدا. امروز داریوش رفرف گفت آقا دارم دیوونه میشم، گفتم اتفاقا حالا بیشتر خوشمون میاد از هم، دیوانه چا دیوانه ببیند خوشش آید. گفتم سب کن این پیجبوکتون این فیسبوکتون برسه به 5000 تا 10000 تا، اون وقت میفهمی. این میگه، این تو پیام میفرسته، اون تو کامنت میذاره، اون تو نمیدونم پست میذاره، اینها نمیدونی به کی داری چی میگی، کجا بودم چی گفتم و کی تموم شد. پیام آقای مصلحی رو براتون پخش کردم، متاسفانه مثل بیشتر پیام ها نه سر داره نه در داره نه اول داره نه آخر داره. بابک ایروی گفته بود که اگه شاه و خانوادش هم به اصطلاح پولی داشتن، که من فکر کنم تو پرانتز اگر پولی دزدی کرده بودن، چون حقوق تو داشته باشی و اینها اون حقته، ولی وقتی ما اینجوری صحبت میکنیم میخوایم به طرف بگیم برفرض که تو هم درست میگی، به غیر از حقوقشون دزدی هم کردن، ولی پول هم ساختن آقا، این جاده هم ساختن. نه نه نه، خانم خاطر نوشیدم گفته جور و زور و اجبار لازمه، ولی نمیدونم برای یه رژیم لازمه برای یه رژیم لازم نیست. 17 دیمار، روز زن، دروغهای تاریخی و سالگرد مرگ تختی و فیلابی. برای تو نه آقای فیلابی بنده خدا هنوز زنده، تختی و ماجرای آقای فیلابی رو براتون پخش کردم. و اما ما یه دوست نازنینی داریم به نام آقای سفر دادور، این خیلی خودش قشنگ فهمیده این جنبش و منبش و این داد و بیداد کردن و اینها کار نمیکنه. چندین بار مهمون برنامه من بوده، خودش اومده گفته آقا من اهل دسفول هستم، دسفیلیه، گفته اونجا بیشتر آدما از قدیم مرض چشمی داشتن، فامیلای خودش هم داشته،
رفته اونجا یک کار کوچولویی رو شروع کرده. خودش میگه کار کوچولو، من میدونم این چه کار بزرگیه که تو یک منطقه اینجوری شما بری کلاس باز کنی، نه برای بچهای معمولی، برای بچهای نابینا. اون بچه نابینا که خانوادش، دولت، همه طبیعت بهش ظلم کرده و میکنن و میگن بشین تو خونه تا بپوسی و بمیری، سفر دادور از آمریکا رفته براش این کار کرده. با هم ببینیم دوستان، قدم های کوتاه برداریم، قدم های کوچیک و شدنی برداریم. هر راه بزرگی با اولین قدم شروع میشه. هی نشینیم یکی بیاد نجاتون بده. ببینیم این آقای سفر که مهشید یه دختر نابینا بود، من براتون پخش کردم ویدیوهاشو، ویدیوهای بسیار زیادی رو آقای دادور آورده، احتمالا یه روزی میارم اینجا خودش بشینه این ویدیوها رو با هم دیگه ببینیم و بریم سفر رو ببینیم که چه کار کرده در ایران. Hello. Hi. I'm Sally. What's your name? But my name is Sam. Nice to meet you, Sam. Nice to meet you too. دیدید ویدیوها خیلی کوتاه، چون با تلفن گرفتن یا با کامرا گرفتن زود خاموش کردن. این ویدیوها خیلی زیاده، باید بشینیم یه روزی ادیت کنیم. اگه شما دوست داشتید چه به اونها کمک کنید، چه به تلویزیون مردم حمایت کنید که بتونیم این نوع برنامه ها رو بیشتر پخش کنیم، یا با من تماس بگیرید یا با سفر دادور روی فیسبوک تماس بگیرید. و اما ما دوشنبه ها معمولا برنامه هایی داریم به نام پناهجویان را دریابیم. متاسفانه هنوز بهراد هاشمزاده در زندان سوئد هست. کریسمس، جشن کریسمس، سال نو مسیحی، همه اینا رو این جوان در زندان گذرونده. اگر در سوئد هستید، اگر امکان کمک هست تماس بگیرید، کمک کنید. و اما بریم یه پیامی رو بشنویم که آقای شمشیری در رابطه با ستار کی بود بیچاره، این کشتنش توی ایران. میبینید از اینا میرن، از یاد میرن. دو روز اول خیلی شور و هیجان داریم، بعدش از یاد میرن. صحبت کردن، این رو بشنویم و برگردیم، بعد بریم برنامه آقای اجلالی ببینیم. دو دقیقه است، با هم باشیم، با ما باشیم. علت مرگ ستار، بیانیه جبهه آزادی خواهان ایران در ارتباط با مرگ ستار بهشتی. یک سال است از مرگ ستار بهشتی توسط دژخیمان حاکم بر ایران میگذرد. مدت پیش پرونده این آزادی خواه شجاع در بیدادگاه های رژیم ایران مختومه اعلام گردید. بدیهی است این جنایت در حافظه تاریخی ملت ایران و نزد وجدان انسانهای آزادی خواه هرگز بسته نخواهد شد. جمهوری اسلامی مرگ ستار را غیر عمد و پرونده را مختومه اعلام کرد. جبهه آزادی خواهان ایران وظیفه خود می داند که دانسته های این جبهه در مورد دستگیری و علت مرگ ستار را با هموطنان و آزادی خواهان جهان به اشتراک گذارد. حدود 3 سال پیش ستار بهشتی، معروف به ستار آزادی، توسط یکی از اعضای جبهه آزادی خواهان ایران به تشکیلات وصل گردید. او به خاطر نشست های اسکایپی و ارتباط مداوم با جبهه توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و دستگیر می شود. علی‌رغم اینکه در این نشست ها و ارتباطات جز تکیه بر آزادی خواهی و حقوق اولیه بشری خاص دیگری مطرح نمی شده است. در خانه ستار دفترچه‌ای به دست بازجویان می افتد که در آن اسم جبهه آزادی خواهان و یادداشت هایی در مورد حقوق اساسی انسان ها ثبت شده بود. بازجویان شکنجهگر ستار را به بدترین وجه مورد آزار و شکنجه قرار دادند، به خاطر اینکه می‌خواستند بقیه افراد ساکن در تهران را که با جبهه در ارتباطند شناسایی کنند. و متاسفانه حاصل جنایتی شد که برای همیشه ننگی بزرگ در کارنامه اعمال دژخیمان حاکم خواهد بود. در همان شب اول در گذشت ستار در رابطه با صدور اطلاعیه‌ای در ارتباط با مرگ او، بحث و گفتگو در میان اعضای جبهه در جریان بود، ولی نوشتن اطلاعیه را به ضرر روند پرونده ستار تشخیص دادیم و از این امر سیاسی و تشکیلاتی صرف نظر کردیم تا مبادا رژیم بهانه یاوه ارتباط با تشکیلات خارج کشور را در بوق و کرنا کند و بتواند خوراک تبلیغاتی برای رسانه ها و تریبون های مزگیر خود فراهم آورد. جبهه آزادی خواهان ایران
گوینده حجت شمشیری. خب ممنونم از آقای شمشیری. دوستان ببینید چقدر قشنگ پیامه چیز شده. یه پیام یه دقیقه و نیم دو دقیقه‌ای داریوش از شیکاگو گذاشته، دیگه الان وقت نداریم، چهارشنبه اونو پخش میکنم. ممنونم که به این واضحی توضیح دادید و ما احتیاج داریم به افرادی مثل شما. اسمشو میگه، تلفنشو میگه، میگه هدف چیه و هر کسی فکرش بوده که این تظاهرات برقرار بشه با هر کسی هم هر پرچم میخواد بیاره، نشون میده بالاخره دوزاریشون افتاده. چون قبلا میگفتن پرچم نیارید، یه دفعه یک وانتی میمد 200 تا پرچم میآورد و اونای دیگر عصبانی میکرد. بالاخره بعد از 35 سال فهمیدیم کجا به کجاست، نقل کجاست، زن پرسترم به داریوش عزیز از شیکاگو. اگر مایل هستی این رو میتونید با همون تلویزیون اندیشه تماس بگیرید، بگید درسته که همه دنیا دارن تلویزیون اندیشه رو نگاه میکنن، ولی 4 نفر هم هستن مثل خود شما دارید تلویزیون مردم رو نگاه میکنید، میتونن با 60-70 دلار با 100 دلار این آگهی رو اینجا پخش کنن. شاید یکی 2 نفر هم از این ور بیان. یکی از اشتباه ما اینه که من فکر میکنم وقتی من دارم صحبت میکنم از رضا پهلوی منو داره نگاه میکنه تا آقای خامنه‌ای. نه عزیزم، اینجوری نیست. دوستان عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. بریم سراغ آقای حسن اجلالی از فرفکس. مرسی، خدا نگهدار.